خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید و داشته بودید و اوقات بهتری در انتظارتون باشید. شما میدونید تا چند سال پیش حتی همین آمریکا هم 6 روز در هفته کار میکردن. فکر کنم اون فورد که کمپانی ماشین فورد و اینها آمده، وقتی که میاد اون کارخونه رو درست میکنه و راه میندازه و ببینه که میتونه از این خط، اولا نخندینا، امروز کراوات زدم با تیشرت. راستی چرا با تیشرت کراوات نمیزنن؟ گرچه تو آلمان یه مدتی وقتی کژوال میپوشیدی معمولی، حتی رو تیشرت میتونستی کراوات بزنی، کراوات های مخصوصی هم بود، مثل بافتنی بود. در هر صورت ما اینو زدیم برای خنده، حالا درش بیاریم که با هم برنامه بهتری داشته باشیم. هنوز این از کراوات های اون دوستان هست که لطف کردن برای ما فرستادن، خیلی هم جالبه، تمام چیزهای ورزشی روشه، از بسکتبال، فوتبال، بیسبال و تنیس و حتی اون چیه مال بولینگ اینها و چیزی که ما نیستیم ورزشکار بودیم. چه حیف که همون موقع هم مالی نبودیم. گفت همه پخی شدن، ما همون آقایی که بودیم هستیم. و اما وقتی که دیدن ماشین با سرعت این کارا را انجام میده، گفتن اصلا لازم نیست 6 روز در هفته کار کنید، 5 روز در هفته کار کنید، 2 روز هم برید تعطیلات. الان صحبت از این هست که چون وسایل اتوماتیک، شما الان نگاه کنید این آشغالی که میاد اینجا آشغال ببره، اون موقع 2 نفر می اومدن این ماشینه رو با سرعت پارک میکرد، میپریدن پایین، میدوید این سطلا رو برمیداشت میآورد. الان یه نفر میاد وای میسه، قشنگ این آرم مکانیکی یا اون هیدرولیک، هرچی هیدرولیک کلن چیزایی که توش آب و اینا هست میگن هیدرولیک، حالا ما ایرانی ها نمیدونم بهش میگفتیم هیدرولیک. بعدم چرا بهش میگن آرم مکانیکی؟ لابدشون دستگاه میاد ور میداره اینجوری آشغالا رو تو سر خودش میکنه، درست مثل ما ایرانی ها که میگیم ای خاک بر سرم بشه، میریزه و میره. و اگر اون موقع مثلا اینا باید 5 ساعت، 6 ساعت چند تا خیابون رو میرفتن، فکر کنم الان در عرض 3 ساعت میتونن این کار رو انجام بدن. در هر صورت صحبت از این هست که 1 روز دیگه هم به تعطیلی هفته اضافه کنن، ولی میگن که وقتی شد 4 روز در هفته، هدف این نیست که شما 4 روز یه جا کار کنی بعد بدوی بری یه جای دیگه کار کنی. این سعید به من گفته دستات زیاد حرکت نده، چون یه فیلمی رو براش فرستادم، اون فکر کنم اینستاگرام یا فیس تایم هرچ فیسبوک اشکال داشت که اینجوری دست آقا رو اینجوری میکرد، ولی من برای شما فرستادم که کراواتش رو نگاه کنی. من نمیدونم این کراوات مال آقا بزرگش بوده، مال کی بوده، همینجوری میره مثل دستار آخوندا بوده. اگه دستاره چرا بر سر میبستن؟ خلاصه روزگار غریبی است. خیلی خوشحالم که با ما هستید. دوشنبه است، 10 ماه جون یا جوان سال 2019 میلادی، برابر با 20 خرداد ماه 1398. و اما حتما طرفداران ترامپ چقدر خوشحالن که دیدی آقا یک بار دیگه ترامپ پیروز شد. به مکزیکیا تهدید کرد، اونام ترسیدن و گفتن باشه آقای ترامپ، ما دیگه هیچ کس رو نمیذاریم بیاد اونجا پناهنده بشه و مرزها رو میبندیم. دیروز میخندیدن اینجا ازش تو رادیو تلویزیون ها و میگفتن که ترامپ گول مکزیکی ها رو خورد. مکزیکی ها وقتی بهشون یه چیزی میگه، میگه باشه، ولی نمیگه کی انجامش میدم. اینو منو یاد مکسفر میندازه. مکسفری بود خدمتکار هنرستان و لور بود، اهل یاسوج استان فارس بود اگه اشتباه نکنم، یا
نمیدونم یاسوج جزء فارس، جزء چهار محال بختیاری نیست، نمیدونم که از اون ور هم به بوشه میرفت، از اون ور هم به شهرزا و اینها میرفت. در هر صورت این معروف بود توی هنرستان، چون ساعات زیادی به اصطلاح استادا دبیرا و هنرآموزا و اینها کار میکردن از ساعت 7 تا 2 بعد از ظهر، یه هر کارگاهی هر رشته‌ای یکی دو تا مستخدم بود، یکی این مش سفر بود، یکی اون یکی مصطفی بود، اسمش آقا مصطفی بود اینها، و اینا مثلا نزدیک ظهر بهشون میگفتی که خب مثل مدرسه اینجا نبود که اینها، ما ایرانی ها خیلی پیشرفت‌تر از اینا بودیم که بوفه‌ای داشته باشیم، سالن ناهارخوری داشته باشیم، باید اینا رو پیدا میکردی و بهشون میگفتی برو مثلا برای من یه پیراشکی بگیر، برو برای من یه نون بگیر، برای من نون و پنیر بگیر. بله خلاص این مجسفه خیلی زبل بود، به این نتیجه رسیده بود که اگر برای همه بخواد این کار انجام بده، این همش باید فرمون ببره. در نتیجه وقتی بهش میگفتی که مش سفر امروز برای من یه نهار بگیر، میگفت آقای مهندس رو چیشم الان ایرم، الان ایام برات نهار میخرم. میرفت دیگه پیدا نمیشد، اون روز شما گرست نمیموندی، بهتر بود خودت بری یه چیزی بخری بیای بخور. میگه که هیدرالیک نه فقط برای آب، مایعات مثل روغن مایع، ترمز مایع، آسانسور، جرثقیل و و و همه هیدرالیک هستن. فکر کنم همون اون کلمه هیدریت، یا مثلا میخوام به یکی بگن که بدنت بی آب نمونه، میگه مواظب باش دیهیدریتد نشی. در هر صورت ما اینا رو هرچی هم فکر کنیم خوب بلد شدیم، هممون تعبیر و تفسیریه که ما از اون کلمه یاد گرفتیم. یعنی کلمه ای که پریشب یه جایی بودم، این آقای چیز نوشته بود نوبلز نایت، بعد نوشته بود شب با شرفان. میگم آقا خب این یعنی چی؟ یعنی اونایی که اینجا نیستن بی شرفن؟ بعد همه چیزها رو سعی نکنید از اسمش، حالا چون قشنگه مثلا نوبل پرایز، بعد اصلا خود کلمه نوبل اسم یه نفر بوده اگه اشتباه نکنم، بازم خانمون خیلی خرابه. خلاصه این آقای تبریزی بنده خدا، حالا اون دانشگاه 26 و بو علی سینا و نمیدونم گاد گریس و همه اینا رو که باز کرده، یه جا حالا یه شبیرم راه انداخته، هر شنبه شب از ساعت 6 عصر تا 12 شب به نام شب گری، شب نوبل، یا چی گفتم بهتون، یا شب با شرفان. خلاصه ما رفتیم اونجا دنبال شرف و اینها نبودیم، ولی یه چیز خوب نصیبمون شد، فکر بد نکنید. شیرازی ها به شیرین پلو میگن شکر پلو، و معمولا شما این رو نمیبینید تو مجالس درست کنن، مگر مجلس عروسی باشه، اونم کیترینگ خصوصی باشه و اینها. ما که رفتیم دیدیم یه برنجی هم هست، گفتیم این برنجه چیه، شیرین پلوه، ولی خیلی. بعد گفت خوب شد که گفتی، من موادش رو یادم رفته بیارم، رفت موادش هم آورد قاطی کرد. موادش اون معمولا پوست نارگیله، میبینم اینجا پوست، ببخشید پوست نارنگی، پوست نارگیل که خشکه، هر کی خورد دندونش میشکنه، پوست نارنگی چون یک عطر و بو مزه خاصی داره استفاده میکنن. اینجا دیدم که از پوست پرتقال استفاده میکنن، و ضمناً برای که این کارو بکنن باید اون پوست رو شیرین کنن، و میبینم بعض وقتا این دوستان این کارو انجام نمیدن و تلخه. در اصل ما میخوریم، صدا اون در نمیاد، دستشون درد نکنه، همین که میپزن و میارن و زحمت میکشن ما ممنون و متشکریم. و اما قبل از اون یاد افتاد به 20 سال پیش که من با این محمد علی شده بودیم مثل این آخوندا که چند تا منبر مختلف میرن، ما مثلا یه شب باور کنید 10 تا جلسه میرفتیم، یه جاش مجلس ختم بود، یه جاش مجلس موسیقی بچه ها بود، یه جاش مجلس موسیقی بزرگسالان بود، یه جاش مجلس نمیدونم تولد فلان بود، یه جاش مسابقه بازی نمیدونم زنان فوتبالیست آمریکا بود. بعد میمدیم از یه ساعتی شروع میشد برنامه های دیسکو و بار و اینها. خلاصه ما 10 جا میرفتیم،
به حدی که اگه دو روز دیگه از ما سوال میکرد کجا بودید شما این هفته، یادمون نبود کجا هستیم. ولی الان دیگه پیر شدیم، خودمون رو به یک ماکسیموم دو جا به اصطلاح محدود میکنیم. جای اول که رفتیم اون برنامه The Art of Healing بود که آقای احمد ندیمی با همکارشون اون خانم دکتر یا سونی یا سانی، حالا این سونی میگن S-U-N-N-Y یا سونی میگن هرچی، ولی کار بسیار قشنگی بود و جالب بود. وقتی ایشون داشت صحبت میکرد که این موزیک رو که ما میزنیم شما خودتون رو ریلکس کنید، راحت، تو فکر چیزی نباشید و بذارید این موزیک که با فرکانس 432 هم به اصطلاح تنظیم شده شما رو ببره به اون کائنات، نمیدونم هر دنیایی که دلتون میخواد. ما هم گفتیم خب بذار ببینیم الان این موزیک ما رو میبره یا نه. نشستیم و واقعا یه حالت خلسه ای هم به شما دست میده. یه دفعه تلفن یکی از این خانم ها گفت جی پی اس سیگنالش رو گم کرد و من با آقای احمد ندیمی، حالا دیگه وقت نشد، بعد شلوغ بود، مردم میخواستن باشون عکس بگیرن اینها، بعد به آقای ندیمی میخواستم بگم آقا اینقدر این موزیک شما اثر گذاشت که واقعا جی پی اس قطع شد. جی پی اسی که همه جا سیگنال میفرسته از ماهواره، گفت آقا اینجا اینا در حالت خلسه هستن و قطع شد. در اصل برنامه بسیار خوبی بود، به ایشون تبریک میگم، به ایشون خسته نباشید میگم و دوستانی که دستن در کار بودن. حالا اگه ایشون دوست داشت و ویدیویی دیدم چندین دوربین اونجا بود، 4 تا 3 تا و 1 تا 4، اگر دوست داشتن ویدیویی به اصطلاح تهیه شد و ارسال شد ما هم نشون میدیم. یه بار دیگه از آقای احمد ندیمی و همکارانشون ممنونم برای اینکه 2 ساعتی ما رو بردن از این دنیای پر سر و صدا و پر آشوب به یک دنیای راحت و ریلکس. ریلکس رو به فارسی چی بگیم؟ آسوده خاطر. بله، یکی از دوستان گفت آقا لیلکس. گفتم چرا میگی لیلکس؟ گفت آخه من خیلی ریلکس بودم، حالا دیگه لیلکس شده. درود بر شما جناب سربی عزیز. ترامپ خودش یک مهاجر است در آمریکا. نه آقا اشتباه نکنی، ترامپ پدر بزرگش از آلمان آمده، پدرش در نیویورک دنیا آمده و مادرش هم اصلیتش از اسکاتلند، ولی خود ترامپ بر اساس قوانین آمریکا آمریکایی الاصل. من و شما میتونیم بگیم که ما آمریکایی ایرانی تبار هستیم، ولی دیگه کسی که اینجا دنیا اومده اون آمریکاییه. البته از موقعی که ترامپ آمده سر کار، یه عده مخصوصا ایتالیایی ها برگشتن رفتن ایتالیا و توی ایتالیا درخواست پر میکنن که به عنوان شهروند ایتالیا بتونن خونه بخرن، بیمه بخرن، وسایل رفاهی اگه اونجا هست استفاده کنن. و به یکیشون، به چند تاشون میگفت چرا، یکم خندید گفت فکرشو بکنید، این آمریکا الان جای زندگی نیست، ما آمدیم اینجا بلکه بعدن که درست شد دوباره برگردیم آمریکا. طرف استاد دانشگاه بود، رفته اونجا مرغداری میکنه. یکی دیگه مرد و زن اینجا کارمند بودن، بازنشست شدن، رفته بودن باز اونجا یک کارهای خیلی ساده انجام میدادن، ولی میگم ما خوش هستیم. اینم از این مهم، این خوش بودنه که ما ایرانی ها متاسفانه به خاطر اینکه با وجودی که نژاد اول، نسل اول، تازه نسل اول ما نیستیم، من بچه هم نسل اول آمریکا نیستن، نوه هم میشن نسل اول، ولی ماها که میایم اینجا میخوایم ادای اونا رو در بیاریم که 4 نسلشون اینجا بوده. اینقدر به خودمون فشار میاریم، کار میکنیم، زحمت میکشیم، پول جمع میکنیم و واقعا هم وضع زندگیمون بهتر از اونایی که 4 نسل اینجا بودن. همه ماشاءالله خونه داریم، یکی نه 3 تا داریم، 6 تا داریم، 4 تاش هم اجاره میدیم، ولی اگه نگاه کنید به اندازه اونا راحت نیستیم. الان از خودتون سوال کنید آخرین مرتبه‌ای که رفتید یه فیلم دیدید کی بوده؟ نه تو سینما، نه تو تلویزیون، تو سینما. آخرین مرتبه‌ای که رفتید وکیشن یا تعطیلات کی بوده؟
الان میدونم این سعید میگه من هفته پیش رفتم مکزیک. آقا همه مثل تو زرنگ نیستن. برای من گفته میگه آقا من تو آپارتمان زندگی میکنم. آپارتمان میگنش چی؟ اجاره نشین، خوش نشین. در صورت ممنون و متشکرم. دوستان عزیز، آقای بیژن جعفری اینجاست. اون روزم گفتم که ایشون در والنتاینز موتور هوای شما رو داره. طرف گفت I have your weather. و امروز یک خانم آفریقایی که خیلی زن فعالی هست و آدم وقتی اینا رو میبینه که مثلا این خانمه با این زحمت کار میکنه، ولی پسرش داره دکتر میشه توی نیویورک، دخترش الان مدرسهش تمومه داره دانشگاه میره و اینها، برای من نوشته بود که سوربی چون تو میدونم دوستان زیادی داری، من دخترم میخواد بره مدرسه و دنبال یه ماشین خوب میگرده. گفتم ببین این دوست ما آقای بیژن جعفری و همکارانشون یه ماشین خوب براش پیدا میکنن و من مطمئنم که قیمت خوبی هم بهش میدن. تازه ماشینی هم که میدن اینا وارانتی باهاش میاد، حتی اگه وارانتی نیاد وارانتی همون نوبل شرافتی باهاش میاد. دیدم اون روز آقای جعفری رو یه ماشینی رو رانندگی میکرد، گفت این ماشینه مال یکی از مشتریامونه، آمده گفته یه چنین اشکالی داره. بهش گفتم خب بده من امتحانش کنم. یه ماشین دادم بهش. خیلی مهمه که شما یه جایی داشته باشین که وقتی میری اونجا یه دستت رو کلاد نباشه بگی میخوان اینا کلامو بردارم، یه دستم تو جیبت باشه بگی میخوان دست بکنن تو جیبم. با خیال راحت بری بهش بگی آقا من 3,000 دلار دارم، 5,000 دلار دارم، 10,000 دلار دارم و توانایی پرداخت اینقدر ماهیانه دارم. یه ماشین میخوام، نمیخوام جیگولی باشه، نمیخوام مسابقه بدم، یه ماشین میخوام منو ببره سر کار بیاره، یه ماشین میخوام دخترم ببره مدرسه و بیاره، میخوام مطمئن باشه. در صورت میشه به این افراد اطمینان کرد. من چندین بار تا حالا با این آقای بیژن جعفری به اصطلاح سر مسائل مختلف صحبت کردم. ایشون رو آدم دیسنتی میدونم، کسی که میشه بهش اطمینان کرد. بیژن جعفری والنتاینز موتور، ضمناً ایشون اگر کسی مکانیک باشه، کسی در کار ماشین و خرید فروش و اینها سیلزمن فروشنده باشه، بایر باشه، بتونه بره اکشن ماشین بخره و اینها، اگر بخواد میتونه با ایشون کار کنه، حالا فول تایم نه، پارت تایم و الی آخر. در اصل کسی هم هست که از مصاحبتش آدم لذت میبره، نانسنس صحبت نمیکنه. مثل اینایی که بگه آقا دیدی ترامپ چجوری پدر آخوندار سوزون، فعلا که پدر شمار سوزون. این سلطنت طلبای بدبخت که اینجوری هیجان زده شده بودن، این مجاهدین عقب افتاده که اینجوری هیجان زده شده بودن، الان دیپرس شدن، افسرده شده، برای که ترامپ میگه من فکر پولم، فکر اینم. برگردی باز به اول برنامه، گفتم که ترامپ آمد و به این مکزیک گفت که اگر تا دوشنبه که برنامه سوربی، چون همه چیزاش هم روی برنامه ماست، محور دنیا اصلا رو برنامه سوربی، گفت تا این دوشنبه که برنامه سوربی شروع میشه اگر شما این مرزا رو تکلیفش معلوم نکنید من جریمتون میکنم، هر چی میخواد بیاد تو آمریکا 5% از این آمریکایی‌ها پول میگیرن. مردم آمریکا گفتن عوضی تو اونوری هستی یا اینوری هستی؟ ماشینی که ما میخریم مثلا 20,000 دلار، 5%ش میشه چقدر؟ میشه 1,000 دلار. من ماشینی که تا دیروز میخرم 20,000 دلار، حالا باید بخرم 21,000 دلار. اون وقت این چه جریمه ای که اونا رو داری میکنی بماند. مکزیکو اوکی بابا، اوکی اوکی، ما الان میبریم 1,000 نفر رو پایین مرز رو میبندیم که اینا از مرز نیان بالا. حالا ماجرای مرز چی؟ شما فکر کنید مثلا یکی مثل من از ایران رفته آلمان، از آلمان آمده آمریکا، آمریکا زور میگه به مکزیک، میگه کسی که میخواد بیاد پناهنده ی آمریکا بشه شما توی مکزیک نگهش دار، به پروندهش رسیدگی کن، ما همه تحقیقا رو که انجام شد بعد میام. خب مکزیک میگه آقا پول بده برای این نفر. و هست یه سیستمی هست توی دنیا، من یادم همون موقع که ما آلمان بودیم، اون سازمان تولستوی، اون یکی دیگه اش چیه، امنیستی اینترنشنال، اینا میگفتن هر کسی تا میاد اینجا
پناهندگی و پناهجویی پر میکنه، اسمشو میدن که آقا این آقا از ایرانه، حالا ایران باید جریمه بده، پولشو بده به این که اینجا نگهش میداره. اون وقت طرف میگه آقا من پناهجو نیستم. میگم احمق، روز اولی که اسم نوشتی اسمتو ایران میدونه که پناهجو هستی. عجب ما یه مش آدم نادان جمع شدیم دور خودمون پوز میدیم. میگم آقا من رفتم ESL English as Second Language اینجا، برای که دو کلمه انگلیسی بلد بودیم، وقتی رفتیم آلمان 22 ماه موندیم قاطی کردیم، آمدیم اینجا انگلیسی و آلمانی حرف میزدیم. خلاصه برای که این برطرف بشه و دو کلمه هم یاد بگیریم، رفتیم ESL as English as Second Language. تو این کلاسه طرف دکتر جراح بود، آمده اونجا میگه من داداشم برم اقدام کرده، اون یکی نمیدونم آقای حسین شهابی میگه من داداشم برم اقدام کرده، اون خانمه میگه من خواهرم برم اقدام کرده. به ما که رسید گفتن آقای سوربی شما چجور اومدی؟ گفتیم که ما پرزیدنت ریگان برامون اقدام کرده. گفتن اه چطوری؟ گفتم گفته اینایی که اومدن اینجا، همین شماها که اومدین، یه مدت دیگه احتیاج به مرده شور دارین. کسی هست بلد باشه مرده رو بشوره؟ من گفتم من بلدم، منو استخدام کرده، من از همتون وضعم بهتره، نه داداشام برام اقدام کردن نه چیزی. حالا ضمن این که داداشای من اینجا بودن درس خوندن ولی من نمیگم داداشام اقدام کرده. گفتم من پرزیدنت ریگان شغل چی بود اون وقتا بلد نبودین چه نوع ویزایی، ویزای کار اونم به عنوان مرده شوری. مواظب باشین همه این دروغایی که میگید قبل از اینکه نکیر و منکر بیاد سراغتون، من مردتون رو میشورم. آخه چرا شما دروغ میگید احمق؟ اگه پناهجو بودن مایه ننگته، خب چرا پناهجو شدی؟ شما باید افتخار کنی، با سربلندی بگی من از دست یک حکومت قهار و جاهل و نادان و جانی مهاجرت کردم، پناهجو شدم به شما، باور دارم کشور شما کشور خوبیه، حق من اینجا پایمال نمیشه، لطف کنید منو پناهندگی قبول کنید. اونام قبول میکنن و سلام نامه تموم. نه همچین که پناهنده شدی هر جا رفتی که میدونی من پول گذاشتم داداشم. اینو داشته باشید، زنگ تفریح تموم شد. توی زنگ تفریح اینایی که معلم و اینا بودن میمدن این تابلوها رو، آگهی و اینا رو میچسبوندن. اومدیم بالا دیدیم آقا عکس آقای حسین شهابی رو چسبوندن و نوشته که یک پناهجو در کارگاه نمیدونم پناهندگی وکیشنال اسکول. وکیشنال اسکول خیلی جالبه این کلمه، وکیشن اند وکیشن. وکیشن میشه تعطیلات، وکیشن میشه کار و هنرستان و فلان. در وکیشنال اسکول مشغول یادگیریه. گفتیم آقای حسین شهابی این داداش شما توی وکیشنال اسکول کار میکنه؟ گفت نه الان من میرم تو آفیس پدرشون رو در میارم. رفت که پدرشون رو در بیاره. خانم طنازی میگه همه ایرانی ها مانند هم نیستن، برخی میلیاردرها ملتی میلیاردرها هرس بیشتر دارن، دروغگو هستن، هرچی دارن هرس دارن، از آمریکایی ها میلیاردر از آمریکایی های میلیاردر تقلید میکنن، نه در دروغگویی بلکه در پولدار شدن با دروغگویی. خب اینم یک قسمتی از به اصطلاح نظرات شما که ممکنه دیگران با شما هم نظر نباشن. خیلی ممنون. آقای لطیف زمانی میگه خدا قوت. آقا خدا ما هرچی ازش خواستیم بهمون نداد. اولش یه عقل سالم خواستیم نداد، چون اگه داده بود تو کار تلویزیون نبودیم. پس بهتره از خدا چیزی نخواهیم و خودمون. اون وقتا میگفتن آقا دست بذار رو زانوی خودت بلند شو، یعنی دستتو حتی اینجوری نکن یکی کمکت کنه، چون ممکنه وقتی بلندت میکنه همچی گرفتی بالا ولت کنه بیفتی زمین قالبت هم بشکنه. در اصل ممنون متشکرم. میگه که last movie I saw was on Netflix and HBO laughing out loud. سلام و درود بر شما و بینندگان و شنوندگان. آقای لطیف زمانی دوستان از لندن، اگر پرونده هایی داشتید در رابطه با قوانین، و دیدم که ایشون چون احتمالاً دفتری که اونجا هست لابد چند تا وکیل هستن، قوانین و به اصطلاح از لحاظ مالیاتی، از لحاظ اجازه کار، از لحاظ دیگه، اگر خواستید الحمدلله ما جهانی شدیم. در انگلستان، در لندن آقای لطیف زمانی هستن،
در آلمان، در فرانکفورت و شهرهای دیگه آقای دکتر شهرام ایران بومی هستن. اینم از این. خب خیلی ممنون. میگه آقا همه چی داده. خب ما با شما دوستیمونو به هم نمیزنیم آقای لطیف زمان. شما میگید داده، ما میگیم اوکی داده. خیلی ممنون از ایشون، همین که تا امروز 63 سال به ما عمر داده ازش ممنونیم. خب دوستان عزیز، دیشب یه برنامه بود درباره rare earth، یعنی rare میشه کمیاب، earth هم همین زمین رو میگن. و یادتونه یه جدولی بود توی شیمی، اینجا بهش یه چیز دیگه میگن periodic. آره تو ایران میگفتن جدول مندلیوف. و برای من همیشه سوال بود چگونه یه نفری در چند سال پیش یه جدولی درست کرده که میگه این مواد هست، این هست، ولی ما نمیدونیم الان کجاست. فرمولش هم نوشته، شما پیداش میکنی میذاریش اینجا. باورتون میشه؟ این کره خرا هنوز دنبال ماه میگردن که امروز ماه هست یا فردا ماه هست. البته معلوم شد دلیلش که میخواستن این چیز کنن، میخواستن یک کاری کنن که این مرگ خمینی بیفته روز عید فطر. حالا من نمیدونم یه همچین چیزی، خب این که خیلی بده، و عید فطر مردم نمیدونن جشن بگیرن یا عزا باشه. بماند اینا هنوز اندر خم یک کوچه هستن. اون وقت ببین مثلا خیام کی بوده؟ 700 سال، 1000 سال، نمیدونم. اون مال نجوم و تقویم و اینا رو که میگه تا چند ثانیه در سال رو حساب میکنه، به خاطر اینه که هر از 4 سالی مثلا یه سال کبیسه داریم، روزای دیگه اینجوری، و چقدر دقیق و حساب شده. حتی سال به سال که عوض میشه، به این خاطره که سال ایرانی میگه ساعت مثلا 12:19:25، ولی مال آمریکایی‌ها همه مستن میگه آقا برو 12 شب عوض میشه. Table of periodic elements. بله این رو آقای سعید خان به ایرانی میگفتن جدول مندلیوف. ما هم یک کم اذیت میکردیم مندلیوف رو چیز میکردیم. بله For me church helped although I could stay in Germany as long as I need. بله میگه که فرخ میگه به این به اصطلاح چرچ کمک کرده. و حالا خیلی جالبه، من دیروز با یکی از این همسایه ها صحبت میکردم، میان خودشون رو معرفی میکنن، شما که اینجا همسایه جدید هستین اگر کاری بود اینها اینجوری اینها، وقتی داشت معرفی میکرد گفت که چی و چه کار میکنی اینها، گفتیم والا ما از بس تو خارج کارهای مختلف کردیم دیگه خودمونم یادمون رفته، ولی یه زمانی دبیر بودیم. گفت منم معلم بودم. گفتم چی درس میدادی؟ گفت من انگلیسی درس میدادم تو ESL، همین انگلیس از سکند لنگویج. گفتم که خب من از شما ممنونم. گفت چرا؟ گفتم برای که افرادی مثل شما یاد ما دادن دو کلمه انگلیسی یاد بگیریم که به اصطلاح بتونیم گلیم خودمون رو. اینا خیلی هاشون داوطلبانه شبا بعد از کارهای دیگه، مثلا ممکنه توی مدرسه معمولی درس میداده، میاد اونجا انگلیسی درس میده. و من یادمه اون خانمی که اومد به ما یاد بده که تلفن اینجوریه و توی آمریکا رسم بوده که تلفنی که برمی‌داشتن اسمشونو میگفتن، حتی میگفته رزیدنت کجا هستم و اینها، ولی الان به خاطر 36 سال پیش الان به خاطر سوء استفاده دیگه طرف اسمش رو نمیگه. و بهش گفتم آها تو آلمان ما اینجوری بود، یاد گرفته بودیم تا تلفن برمی‌داشتیم میگفتیم یا هرزوربی، به سین میگن زه اونجا. بعد با موز به عنوان گوشی تلفن برداشت چیز کرد، بعد خندید گفت این موزیه که من برای نهار آوردم، تا الان وقت نشده و چقدر خوشحالم که نخوردمش که حالا بتونم با این موز برای شما ادای تلفن رو در بیارم و راه و روش تلفن زدن و تماس با طرف رو به ما یاد داد. ضمن این که ما الحمدلله همه چی بلدیم، میدونی یادتون میاد زمان کوروش داریوش اینا همه تلفن داشتیم، تلفن بی سیم داشتیم، تلفن اسمارت داشتیم، ولی خب بد نیست اینم یاد گرفتیم. مثلا گو این خیلی بده که شما به یه جا زنگ بزنی بگی اونجا کجاست، طرف میگه تو دیوانه ای
یا اذیتت میکنن، میگن اینجا تیمارستانه. آخه مرد حسابی، تو زنگ زدی به اونجا، میتونی سوال کنی آیا این شرکت آبه؟ چون من میخوام با شرکت آب تماس بگیرم. آیا این شرکت برقه؟ این شرکت نمیدونم رادیوه؟ شرکت تلفنه؟ ولی تو نمیتونی زنگ بزنی بگی اونجا کجاست. درصد من به نوبه خودم ممنونم از اینایی که از وقتشون، از عمرشون، که بهترین سرمایه است، بهترین آیتمیه که دارن، بهترین جنسی که در طبق دارن، میگذرن میان به دیگران یاد میدن. و این یاد دادن یه لذتی داره که تا امتحان نکنید متوجه نمیشید. البته خیلی ها که بچه دارن، همون یاد بچهشون که دادن چجوری ماشین رانندگی کن، چجوری دوچرخ سواری کن، چجوری بنویس، چجوری کتابتو بگیر دستت که نیفته، همه اینا لذت بخش. چجوری بند کفشت رو ببند. چقدر بچه هامون کفشا رو اینجوری پوشیدن. شما میدونید چرا کفشا رو عوضی میپوشن؟ برای که وقتی کفشا عوضی میپوشن بهتر به پاشون میچسبه، در نمیاد. نه که کج اینجوری، در اصل این عوضی. ولی از کجا میدونن عوضی بپوشن که بهتر بچسبه به پاشون؟ علبینا رو میشناسید؟ یک خانم اسرائیل اصلی که حدود 20 سال پیش یه دفعه مانند قنچه‌ای شکفت و اون آهنگای قشنگ رو با اون لهجه عربی و اسرائیلی و با موزیک اسپانیش قاطی کرد و خون. حالا من علبینا رو از کجا میشناسم؟ یادم میاد یه روز صبح شنبه ما آمدیم، اون موقع رادیو کار میکردم، رادیوی فیرفکس، و این دوستمون آقای محمد علی ابوقداره یه شماره تلفنی داد به من، گفت که وسط دو ساعت برنامه داشتیم، گفت وسط این دو ساعت لطف کن به این خانم علبینا زنگ بزن، ما میخوایم باهاش مصاحبه کنیم چون امشب کنسرت داره. گفتیم باشه. ما رفتیم زنگ زدیم. این بنده خدا خواب بود، میدونید این خواننده ها و اینها معمولا شبا چون دیر میخوابن صبحام دیر بلند میشن، حتی شبایی که برنامه ندارن چون دیگه بدنشون عادت کرده به دیر بیدار بودن و دیر خوابیدن. خلاصه ما اینو از خواب بیدار کردیم. بعد جالب بود، من تنها نفری بودم از این دوستان که اون شب یه جای دیگه بودم، فکر کنم گریجویشن ماهان اصفهانی بود، رفتم مریلند به سر دوستمون آقای جمهور اصفهان و نرفتم این کنسرت. جالب بود که توی کنسرت این خانم علبینا از اون بالا صدا میزده این سربی کیه که منو امروز بیدار کرده از خواب، من میخوام ببینمش. بعد اینا هم به شوخی بهش گفت بودن از ترسش نیومده. حالا چرا همه این ماجرا رو گفتم؟ بذارید اینو بهتون نشون بدم. علبینا 20 جون، یعنی 10 روز دیگه میاد در واشنگتن. البته یه توری داره، اگر شهرهای دیگه هم باشید اونجا هم میره، ولی ما چون این دوستمون آقای ایمان هوشمند لطف کرد و این رو برای ما فرستاد، ما هم این رو به شما نشون میدیم. و موزیکش رو متاسفانه تا بذارین یوتیوب برنامه ما رو به اصطلاح بلاک میکنه، بعد باید باهاش تماس بگیریم بگیم بابا ما اصلا داریم براش آگهی پخش میکنیم از طرف خود علبینا از فلان، اینها مکافاته. ولی این اینجوریه، علبینا ترزده پنجشنبه جون 20 در اکو ستیج. اکو ستیج یه جای بزرگیه و من سعی میکنم برم، اگه اون پنجشنبه برم برنامه پیش نیاد تو اینها، دوست دارم برم و به این خانم علبینا بگم بابا ما 20 سال پیش شما رو از خواب بیدار کردیم و چنان ترس و وحشت داشتیم تا امروز نیومدیم ببینیمت، ولی الان خوشحالیم که اینجا هستیم و شما رو میبینیم. و من فکر کنم چند ساعت برنامه خوب و شاد و موزیک خوب، موزیکی که باب طبع ما ایرانی ها هست و هم از یه طرف اون ریتم اسپانیش داخلش هست، هم از یه طرف این آواز اسرائیلی و عربی. حالا هرچی شما میخوای بگی، ما عرب نیستیم، عرب نمی پسندیم، ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم. آقا همه اینا رو میگی، اسممونم عوض کردیم، ولی همچین که میریم تو پارکینگ ماشین روشن میکنیم الا لا لا لی لا الا عربی. خب اینم از این علبینا. که دوستان
با آقای کامیار، من کار کامیار رو ندیدم، ولی این برنامه اینجا نوشته هستد با ایمان هوشمند، دی جی پیر، دی جی کیا، دی جی پیام و آقای کامیار. من فکر میکنم برنامه خوبی باشه به چند دلیل. یکی این که ایمان میتونم بگم قدیمی ترین برنامه گذاره. اون وقتا ایمان و جیمان بودن، حالا فقط ایمان هست و ایمان برنامه های مختلفی گذاشته اینجا، حتی یه مدت برنامه دختر شایسته رو گذاشته بود، خودش و خانوادهش، باباش پرویز هوشمند، مادرش، اینا همه به اصطلاح آدم های خوبی هستن. این خیلی مهمه که با افراد خوب ما در تماس باشیم، با افراد خوب در معامله و داد و بستد میگن اوکی بدو بستون باشیم. خب آقای پیروز محبی که معرف حضورتون هستن، یک ویدیویی رو از رضا پهلوی و شهرام همایون گذاشتن، بعد زیرش نوشتن من نمیدانم چند بار شاهزاده باید فریب این مردکه شالراتان را بخورد. آقا اصلا نگران نباش، ماشاءالله این شازده شما هم انقدر خودش شالاتانه که نگو و نپرس. امروز دیدم آقای محمود قربانی از لاس وگاس، نه از لس آنجلس، یه چیزی فرستاده که آقا 25 تا قانون رو آقای رضا پهلوی نوشته، تعهد کرده و اگه شما این تعهدات رو قبول دارید برای دیگران بفرستید. من گفتم آقا ایشون یه تعهدی همون موقعی که بچه بود یادتونه وقتا به شوخی میگفتن اینم مثل قول بچگیاته، این حرف خیلی بدی بودا، ما نمیفهمیدیم، میگفتم اینم مثل قول بچگیاته که قول دادی نیومدی، هر کدوم از شما قول بچگیتون بد بوده خوب آدمی هستی، قصر در رفتیم. در اصورت گفتم آقا ایشون یک قول داد که شاه هست، به اون قولش هر وقت عمل کرد ما این 25 تای دیگر رو میفرستیم. حالا چی نوشتن؟ شما شنیدید حتما، میگن حالا ذکر مصیبت نگیم، بگن چیزای کلیشه‌ای. کلیشه اون قالبیه که درست میکنن برای مثلا پول میخوان چاپ کنن، یه چیز آهنی درست میکنن، چاپخونه و اینا، خلاصه چیزی که میخوان همش شبیه هم باشه. الان شما اگه نگاه کنید از صبح تا شب شما چندین ایمیل میگیرید، همه اینها کلیشه‌ایه، از چندین سازمان که اسامیشون هم کلیشه‌ایه. من اون روز گفتم این آقای ناصر پولی از ایران بانان، بعد یکی اومد گفت آقا کدوم ایران بانان؟ اون ایران بانی که آقای نمیدونم آپتین بوده، اون الان شده آپتینیزم. گفتم آپتینیزم مگه مرضی چیزی گرفته؟ گفت نه آقا یه ایزمی باز کرده اسمی گذاشته آپتینیزم. بابک عربی یه ویدیو براش بساز. آقای رجبی میگه محمود قربانی هم مانند رضا پهلوی همسنگر لاس وگاسیا هستن. آقا محمود پهلوی بالاخره سوار عمه رضا پهلوی بوده و بالاخره فامیلن دیگه. اون وقتا میگفت سببی یا نسبی میگفتن یا نسبی نمیدونم سببی و عجب این کلمات یادمون رفته. من روز از یه دوستی ایراد نگرفتم، گفتم اگه این کلمه اینه من بلد نیستم، شاید منظورشون در زمره بوده و چقدر ممنونم. این دوستمون بعد زنگ زد و پیغام گذاشته بود، گفت سوربی شما درست میگی، من کلمات رو قاطی میکنم. آقا اصلا مهم نیست، به دلیل اینه که شما تو کانادا یا تو آمریکا که هستی اون زبان داره غالب میشه بر زبان فارسی. من یه معلم داشتم گفت هر وقت خواب دیدید و صبح که بیدار شدید متوجه شدید این خوابتون رو به انگلیسی دیدید، بدونید که انگلیسیتون قوی تر شده، راحت تر میتونید صحبت کنید تا فارسی. ما الان اینجوری شدیم، اینی که الان ما نمیدونم این فامیل نسبی هستم یا سببی هستم یا نسبی هستم یا فلان، ولی رابطه محمود قربانی، محمود قربانی وقتی کاباره داشته و رفته توی به اصطلاح دربار، خانم اشرف دست گذاشته رو پاشو، گفته این جوون رو
بفرستید همینجا باشه تو اتاق، من کارش دارم. حالا دیگه کی سواره کی شده، کی شلاق به کی زده، برید برنامه محمود قربانی رو نگاه کنید، در اون توضیح میده که اشرف پهلوی دوست داشته حتی با شلاق بزننش. اون وقت ما از اینا انتظار داریم که بیان بگن مردا نباید زنا رو بزنن، زنی که از زدن خوشش میاد و اونجوری ارضا میشه، ای داد بیداد چه حکومتی داشته. فوری فوری شازده رضا پهلوی سوگند یاد کرد، به خاک وطنم، به روح پدر مرحومم، به کوروش سوگند میخورم پس از تشکیل حکومتی آزاد و مردم سالار در سال 1398 به این 25 است عمل خواهم نمود. یعنی ایشون باور داره که امسال سال آزادی ایرانه، ولی هنوز نمیدونه این چه کاره است. شما چه کاره مملکت هستی که میخوای به این 25 اصل عمل کنی؟ تشکیل دولت جدید با رأی و شرکت هر گروه سیاسی دموکراتیک، بیمه و درمان رایگان، کمک به سالمندان و بررسی افزایش حقوق بازنشستگان، رسیدگی به کودکان بی سرپرست، تشکیل مراکز درمان و مبارزه با اعتیاد، بررسی و افزایش یارانه‌های مردمی، کمک مالی و بررسی شرایط معلولین و جانبازان، کمک و بررسی افزایش وام ازدواج، در نظر گرفتن حقوق بیکاری و کارآفرینی. خلاصه یه مش چیزایی که هر کسی تا حالا آمده همینا رو تکرار کرده و دیگه اصلا به جای رسیده که طرف میگن بلغور میکنه اینا رو، که من نمیدونم کلمه بلغور وقتی میگیم در صحبت یعنی چی، در صورت بمانه. بله، آقای مانی خورسندی هم یه چیزی برای من فرستاده، مزخرفاتی که صدها سال به خورد ملت، عوام و مست شدگان و ذوب شدگان در ولایت و خلافت دادن، علل عقب افتادگی در علم، صنعت و پیشرفت ما با مثلا کشورهای پیشرفته در اروپا، کره جنوبی و چین 40 سال پیش کجا و ما شیعیان درمانده کجا، درمان فلج با واکسن امام رضا به صورت سالی. دکتر رضا در کمتر از 4 دقیقه این فیلم به گفته گوینده همه بیماری ها را نجات میدهد مگر دروغگویان و شالاتان ها را. اینم از این. و من تو کانادا نمیدونم آقای مانی خورسندی، ولی توی همین آمریکا شما دیروز یک شنبه از نیمه شب شنبه که روز یک شنبه شروع میشه تا دیروز نزدیکای ظهر، وقتی کانالای تلویزیون رو میزنی، این کانال اون کانال، همه دارن خدا میفروشن به شما، همه دارن شفا میفروشن به شما. طرف میگه آقا من تو ایران یادتونه میگفت آب زمزم، اینجا میگه نمیدونم فلان آب رو برات میفرستم، اسپریچوال آب معنویت برات میفرستم اینجوری، ولی شما ناراحت نباش، اگه پولم نداری بدهکارم هستی، برو اون 500 دلار کردیت کارتو بده، من برات در صحرای خدا علف میکارم، سید یعنی چی میگن، دانه و گندم و فلان هرچ چیزای کاشتنی رو میگن. خب یه دوستی از من سوال کرد که آقا دیر جواب دادی، نکنه اتوبوس رو راه انداختی و سوار شدی و داری میری. گفتم البته خبرهای خوبی در رابطه با اتوبوس هست، این یه نمونهش که ما ایرانی ها اینجا نشستیم هی میگیم این کارو میخوایم بکنیم، اون کارو میخوایم انجام بدیم، ولی در ایران گویا انجام میدن. یار مهربان، این یه اتوبوسیه که به عنوان کتابخانه سیار درست شده و میره توی دهات و خیلی هم ازش استقبال شده، یار مهربان، که واقعا هیچ چیزی از کتاب برای افرادی که وسیله آگاهی و اینها ندارن بهتر نیست. و ما اما اتوبوس ما، خب دوستان زیادی از جمله پتیک لطف کردن گفتن اگه 5 نفر کمک کنن من ششمی هستم، دوستانی هم گفتن ما داریم تلاش میکنیم که این کار انجام بشه، ولی یه دوستی برای من گفت آقا اصلا نگران اتوبوس نباش، من برات درست کردم، برات فعلا یه ویدیو فرستادم، شما اینو نگاه کن، اگه مدلش و اینا رو دوست داری من همینو برات بفرستم بسازم، فقط اگه پیداش کنم ببینم که
کجا می روی عزیز دلم؟ بله اینجا اینجا آیا دیده بودی؟ فکر کنم آها نه، اینم یه چیزیه، اینم برمیگردیم دوستان راجع به اون مواد کمیابی که چین، من وقت حالا فکر میکردم توی این کاتالیک کانورترهای ماشین طلا هست، نیست. دلیلی که گرونه $300 $200 حتی بعد از این که شما کاتش میکنی میندازیش دور میخرن، اون چیزایی رو که توش تکیده همین چیز هست، همین مواد کمیابی که بهش میگن rare earth. و تلفن یادتون اون وقتا گوشی ها چقدر بود، میکروفون ها چقدر بود، اینه که تونستن به این کوچیکی درست کنن همونه. خیلی چیزای دیگه، برید 60 مینیت رو نگاه کنید، 3 سال پیش هم راجع بهش گفته، ولی خطر بزرگ اینه که چینا انحصارش رو به دست گرفته. وقتی که اینجا چندین سال پیش یکی از کواری، یعنی معدن سنگ، یکی از این کواری های اینجا گویا به اصطلاح یه چیزای لیک کرده، لیک هم یعنی نشت کرده و بستنش و اینها، این همش خریده شده و منتقل شده به چینا یا چین و میگه الان تو این هواپیمای F-35 که ترامپ میره پوز میده به عربستان، اینقدر کیلو از اون مواده هست. احتمالاً چینی‌ها یه کاری کردن که هر وقت بخوان میتونن اینا رو از کار بندازن. یعنی ماها ول معطلیم. اگه امروز چین بیاد بگه آقای بانک آمریکا، من تا امروز به تو اینقدر دادم که تو بدی سوربی این خونه بخره، ماشین بخره، از امروز میخوام به سوربی یه کمی بریک بدم و اکانتش رو، حسابش رو خودم داشته باشم، شما برو کنار، ما هممون نوکر چینا هستیم. و میتونه بگه آقا من دیگه نمیخوام، ماشین تو ازت میگیرم، خونه تو ازت میگیرم و اینجوره. و این ترامپ نادان هنوز که هنوز بعد از 2 سال هنوز کابینه درست نکرده، چون میدونه کسی رو نمیتونه پیدا کنه که مجلسین بهش رأی اعتماد بدن. میاد یک کسایی رو به عنوان موقت، دیدید مثل ایران امام جمعه موقت گذاشتن، الان 40 ساله هی میگه امام جمعه موقت تهران، اینجا وزیر موقت ما داریم، اکتینگ سیکرتری. حالا کسی اگه میخواد راجع به این ریر ارت یا زمین کمیاب یا مواد، فرمولش هم گفت، گفت اون آخرای فرمول مندلیوف، اسماش هم گفت، ولی اسما گفت لاتین و اینها هست، خیلی سخته. آقای رجبی میگه برای شناخت شخصیت محمود قربانی و سطح شعور ایشان، ویدیوهایی هست در یوتیوب که رابطه با آقای بهروز وثوقی که از این فرد نشان داد شخصیت کذایی میباشد یا کذبی میباشد، یه چیز اینجوری. خب ببین، محمود قربانی بد، تو شیراز میگن بدون عالم، یعنی دیگه از این بدتر نیست، همینجا وایس. ولی بهروز وثوقی وقتی که این زنش گوگوش بود، آمده بود دوربر گوگوش رو، گوگوش بلند کرده بود و با هم رابطه داشتن، شما اونو چی میگی؟ ببینی یه جامعه ای بوده که تو این جامعه همه بد بودن و اون ضرب المثل خواهی نشوی رسوا همرنگ اینا شو جماعت شو اونجا کار میکرده. محمود قربانی میره سوار اشرف میشه، بهروز وثوقی میره سوار گوگوش میشه، گوگوش میره سوار نمیدونم فلان خواننده میشه، فلان خواننده همینجوری بوده، شاه خانمش تو اون اتاق میخوابیده با فلانی، خودش میرفته با علم در میرفته دختر بازی. اینه که میگن شاه ایدز گرفت مرد، نمیدونم، بنده نه دکتر بودم نه چیزی. ولی اون روز دوست ما یه سوالی کرده بود که از آقای انصاری بپرسید آیا این شایعه ای که میگن فرع پهلوی 2 بار خودکشی کرده همون موقعی که جوان بوده و تو کاخ و اینها آمده، چقدر حقیقت داره؟ و این خانم لوسا پیرنیا که دکتر بچه ها بوده، چرا همش با شاه بوده؟ آقای انصاری گفت که بچه ها وقتی بزرگ شدن رفتن این ور اون ور، این کشور اون کشور، اون وقت دیگه این لوسا پیرنیا به عنوان دکتر شاه با شاه بود. درسته که اون دکتر ایادی هم بود،
که دامپزشک بود ولی این حقیقتا دکتر بوده. امیدوارم جوابتونو گرفته باشید. اینم از این. بله. خب دوستان عزیز، هنوز منتظرم، میخوام اون اتوبوس رو بهتون نشون بدم، ولی یکم صبر کنید من پیداش کنم. و آیا دیده بودی؟ اینم خیلی جالبه. این ماییم، نجات دهنده انسان ها. بله، حالا میخواد سوربی رو نجات بده. ببینید، گفت چه مارکی دوست داری؟ اتوبوس BMW من اینجا ندیدم، اتوبوس بنز دیدم ولی اتوبوس BMW ندیدم. ایشون برای ما اتوبوس BMW داره درست میکنه. یک لحظه اجازه بدید من اینو بیارم توی تصویر اینجا و بریم با هم نگاه کنیم. خیلی ممنون از این دوستمون و یک لحظه امانم ده تا با شما باشی. اوکی. این خب موتورشم به جای یک اسب بخار یک خر سفیده. این خرهای سفید میدونید که فکر کنم توی بحرین خیلی قیمتی هن. و اینم اتوبوسی که ما گفتیم. هی نگید تماشاچی های بیننده های تلویزیون مردم همت نمی کنن. بفرما، اتوبوس داره آماده میشه. فعلا دو تا لاستیکشو، یه اسب بخار، حقیقتا هم با بخاره. بفرما. عجب BMW چسبانده پشتش. BMW رو ما ایرانی ها میگفتیم BMW، چون از آلمانی ها یاد گرفته بودیم. اونا به W میگن و و ما میگفتیم BMW. AEG یادتونه؟ A یا AEG می نوشتن، ولی ما میگفتیم AEG برای که پرونانسیشن آلمانی بود. و اما ممنونم از اون دوستی که دستن در کار شده و شروع کرده این BMW رو برای ما ساخته. اب نداره، حالا ما با همینم شروع کنیم بد نیست. خب میگه نقل قول یک نوشته: آقای سهراب چمنارا با دوستان دیگهی که همسن و سال خودشون هستن روی اینترنت این میگه اون میگه، این مینویسه اون مینویسه. و امروز متاسفانه دیدم آقای سهراب چمنارا یه چیزی نوشته. اولا حالا خیلی هی میخواد احترام بذاره به شاه، شاهنشاه آریامهر مفقود فلان. میگم آقا آخه شما وقتی فرض مسئلت غلط باشه این هیچ وقت شما جواب درست پیدا نمی کنی. وقتی شما میگی شاه سوئیس رفته، یا اون سنو آقای علی کشتگره کیه که نوشته شاه با تحصیلات عالی از سوئیس، خب اول طرف میفهمه آقا این آقای کمونیست چپ هرچی بوده اصلا بلد نیست بره تحقیق کنه. شاه یه بچه 11-12 ساله بوده، باباش با نمیدونم چند نفر دیگه فرستادتش بره سوئیس بره آدم بشه. میدونسته تو ایران کسی آدم نمیشه. اوکی، این آقا که رفته اونجا یه بچه لوس و نونور و شازده، دوربریاش بهش نگفتن اینجا خونه ننت نیست، لوس بازی داره برده و اینها، کردنش بیرون از مدرسه، دیپلم نتونست بگیره. شاه مملکت شما دیپلم نداشت. حالا بیان بگین ابو علی سینا هم دیپلم نداشت. خب نداشت و قبول کنید دیگه، نگین این بهترین مدارک رو داشت. بله بله، شاه ایران در 11.5 سالگی، آقای آریانپور باور کنید من همینو برای آقای چمنارا امروز نوشتم. دوست گرامی آقای سهراب چمنارا، با عرض سلام، شاه ایران در 11.5 سالگی به سوئیس روانه شد و در 16 سالگی از کلاس دهم دبیرستان الاروزه رانده شد، اخراج شد. من در 18 سالگی برای طی دوره مهندسی دریایی روانه انگلیس شدم و در 22 سالگی بازگشتم و در این مدت 4 سال حتی پی نبردم که معنی دموکراسی چیست و چگونه مردم انگلیس نخست وزیران و نمایندگان خود را انتخاب میکنند. آفرین آقای آریانپور. آقا اینایی که میگن آقا این طرف آمریکا درس خونده، آقا آمریکا اومده اگه پول داشته رفته دیسکو و صبح هم خوابالود رفته مدرسه، با کی اونجا بوده؟ با یه مشتی خارجی دیگه، چیزی بلد نشده.
اگرم پول نداشته رفته سر کار بدبختی کشیده، بعدم اومده رفته سخت درس خونده مدرکش گرفته برگشته ایران، کجا این رفته دموکراسی اینجا رو امتحان کنه؟ که شما آقای سهراب چمنارا میگی شاه سوئیس رفته نمیدونم دموکراسی، آقا این مزخرفات رو نگید. خب صورت مسئله رو غلط توضیح ندید که به غلط برسید. بعد دموکراسی چیست و چگونه مردم انگلیس نخست وزیران نمایندگان خود را انتخاب میکنن؟ بلکه در آن سالها اکثر ما فقط به دنبال دختربازی و سیگار کشیدن و مشروب خوردن و رقاصخانه ها رفتن و شاید هم کمی به فکر درس خوندن بودیم و پس از بازگشت به ایران مشخص شد که بچه خر به اروپا رفتیم و خر با مدرک بازگشتیم و صد البته بویی از معنی دموکراسی و خواص فراوان آن نبردیم. ضمناً بالغ بر 2000 دانشجوی ایرانی برای تحصیلات عالیه دریایی از سال 1328 تا 1356 به کشورهای اروپایی آمریکایی روانه شده و اکثر آنها با یک کاغذ پاره که ما ایرانی ها آن را مدرک فارغ التحصیلی، فارغ التحصیل از چی؟ دانسته و قابش کرده ایم تا به رخ این و آن بکشیم چند نفر از این 2000 نفر تحصیل کرده خواستند و یا توانستند کاری خیر به نفع وطنشان و نیروی دریایی انجام دهند. شما در مورد 2 سال خدمت وظیفه اجباری با حسن نیت صحبت کرده اید، ولی این طور نیست، بلکه در دوران 57 سال سلطنت پدر و پسر ما بالغ بر 100,000 جوان بی سواد دهاتی را برای 2 سال بردگی وارد ارتش کرده و با رفتاری غیر عادلانه و وحشیانه و بیرحمانه خود این جوانان بیگناه معصوم را وادار کردیم از هر چه شاه و امیر و افسر و نظامی هست متنفر شده و تشنه خون آنها شوند، که البته در بهمن 57 شاهد آن جوانها بودیم. دوست گرامی، با داشتن پول میتوان به جای 2500 مدرسه 10,000 مدرسه ساخت، ولی آیا در طول 57 سال رژیم پهلوی توانستند چند هزار معلم دلسوز با سواد وطن دوست علاقمند تحویل جامعه عقب نگه داشته شده ایران بدهند؟ اگر معلم خوب تربیت شده بود، حتی در فضای آزاد و بدون داشتن کلاس درس مجهز معلم میتوانست کودکان وطن ما را در مسیر درست بار بیاورد. مگر همین کار را در مورد مخشوی کودکان در سطح کشور ملایان بی سواد آنکاره در روی زیلوهای آلوده و متعفن مساجد در همین دوران 57 سال حکومت 2 پادشاه پهلوی انجام ندادند و موفق هم نبودند؟ در سیستمی که از عدالت و قانون خبری نیست برای کنترل کار کرده مسئولان کوچک و بزرگ کشور، راه و روش کنترل و بازرسی واقعی وجود ندارد و مهمتر از آن برای گماردن اشخاص در رأس مشاغل کلیدی توجهی به تخصص و تجربه آنها نمی شود و شرح وظایف هر یک از مسئولان را از قبل تهیه و ابلاغ نکرده اند. چگونه انتظار دارند که همه مسئولان با انجام وظایف واقعی که به عهده آنها گذارده شده است کشور را به سوی بهتر شدن هدایت کنند؟ ارادتمند هوشنگ آریانپور. آقای آریانپور، معلم عزیز، من از شما ممنونم. ای کاش ما 100 نفر مثل شما داشتیم، 100 نفر که منافعش رو تیمسار بودنش رو بذاره کنار، بگه من نمیخوام، این پول حق من نیست، من میرم دنبال کار، دنبال زندگی. و رفتید، شما این کارو کردید به گواهی تاریخ. خانواده آریانپور برید ببینید چند تا دکتر توشه، صداشون در نمیاد. و این خانواده پهلوی بی سواد، حالا دیگه این آقای سیاوش اوستا نمیدونه حسن عباسی آمده نشسته بغل دست زرابی و خجالت آوره. این 2 نفر یکم دوربین بابا بذارید کنار، اینجوری تو بغل هم نباشید. این مرده که با این کلاش آمده نشسته، حالا دیگه میخواد نمیدونم مرده دختر شاه که معتاد بوده و نمیدونم افسرده بوده بگه نه این دسیسه انگلستان بوده، دسیسه کشورهای خارجی بوده. آقا خجالت بکشید، برید دنبال زندگیتون. بله، برای شناخت شخصیت اونو خوندیم، کمی امیدوار شدم. چند نفری اقرار به عقب افتادگی ژنتیکی ایرانی‌ها کردند. به به، خب مبارکه.
مبارکه و مبارکه. دو جا رفتم شما نبودی آقای کاووسی، غیبت تو زدم. گفت همه حاضرن جز باقر. یکیش همون برنامه چیز بود، The Healing، The Art of Healing، و خیلی جالب بود درباره تنبک یا پرکاشن. میدونم که آقای حسین تهرانی گویا نوتی درست کرده فلان اینا، ولی صحبتی از فرکانسش هست. چون دوستان یه وقت که رفتید دقت کنید، اینایی که جاز میزنن هر روز هم هی یه چیزی اضافتر میکنن، 10 تا 15 تا از این دراما میارن، یکی اینجا، یکی بزرگ، یکی کوچیک، یکی فلان، یه زنگوله اینجا، دو تا نمیدونم سنچ اونجا فلان اینا. ولی اونی که تنبک میزنه یا تمپو میزنه، حالا تمپو یه کمی تندتره و اینا، اونی که تنبک میزنه، شما ببینید با این حرکتای انگشتش، با این ده انگشتش، با این پشت ناخونش که میکشه روی این چیزا، چه صداهایی از یه دستگاه در میاره. و این دستگاه نه احتیاج به میکروفون داره، نه احتیاج به چی داره، ولی بنده خدا یه حوله گرم احتیاج داره، چون پوست هست. این پوست تو هوای شرجی، مخصوصا هوای شرجی ویرجینیا، وامیده و باید گرم باشه. گرم که باشه، دیدید میگن مثل این که صداد از جای گرم بلند میشه. و ضمناً میگن اونی که به اصطلاح خوب صدایی داره مثل سازیه که توش خالیه. شما همچین که خوردی پر شدی دیگه نمیتونی حرف بزنی. که این بود که بابا سیستما معلم و گشنه نگه میدارن که معلم بتونه حرف بزنه، و الا فکر بدی ندارن، و الا اینقدر بهشون پول میدادن که از سیری نتونن حرف بزنن. واقعا این رضا زرابی مایه خجالته، انگاری موشخورما دائم هم زیر پیج شازده مزیز میگه، بلکه شازده هم جوابی بهش بده، هیچی به هیچی. ببینید من به خودشم گفتم، میدونید که داداشش خودکشی کرده، من امیدوارم این رضا زرابی خودکشی نکنه، چون حرکاتی که شما میبینید، اون داد و بیدادی که صحبت میکنید، از یه ناآرامی صحبت میکنه. من نه روان پزشکم، نه میتونم نظر بدم، ولی من اگه به جای مادر ایشون بودم، به جایی که خانم معصومه مهاجر، به جایی که ایشون رو تشویق کنم، ایشون رو تشویق میکردم که از این کار بره کنار، چون این کار داره فشارش میده بره به طرف این که اینم بره یه درخت پیدا کنه، مثل داداشش که تو پارک خودش رو حلقه آویز کرد، و خدا کنه این کار رو نکنه، خدا کنه به موقع دوزه. این دلخوشیش اینه که یه عطر فرستاده برای فرای پهلوی، فرای پهلوی هم براش نامه نوشته، خیلی ممنون عطرت رسید. میگم آقا وایسا، به نظر شما فرای پهلوی این جواب رو خودش نوشته؟ میگه نه، ممکنه یه نفر تو دفترش باشه. به نظر شما این عطر رو دادن به فرای پهلوی، رفت استفاده کرد؟ فکر نکرد توش اسید سوراخش میکنه؟ چه گفتن پس چیکارش میکنه؟ از فرای پهلوی برمیاد که بدهش به یه کسی کادو، چون خیلی گداست، که اگه اسیدی هم هست صورت اون بدبخت چیز کنه. حالا میگیم اینقدر تو فرانسه بوده و اینها، یه انقدی وجدان شرف نصیبش شده، گفته اگه خطر داره من نمیدم به اون میرزتش دور. در هر دو صورت زحمتی که شما کشیدی، 40 دلار، 50 دلار، 30 دلار، نمیدونم عطر شنل فرستادی برای این خانم، به هدر رفته. و شما دلت خوشی که یه نامه نوشته فرح نمیدونم هرزه داده دستت، اون وقت هی میای نشون میدی. آقا من نمیدونم این فرح هرزه شما چه افتخاری بهش داری، کسی که باعث این شد که آخونده و دوستانش انقلاب کنن و شاه رو کله پا کنن. خجالت بکشید. شما نمیتونید بگید طرفدار پادشاهی هستید و هوادار فرای پهلوی، برای که نمیفهمید. چون نمیفهمید میتونید بگید، اگه میفهمیدید نمیگفتید. بمانه، کاملا درسته، خودکشی از اسکیزوفرنی میاد که زمینه ارثی داره و مملکنه، ممکنه، ممکنه یه همچیزی. خب بذاریم بینیم بریکینگ نیوز. خیلی ممنون، آخه یوتیوب بریکینگ نیوز نفرست، لینک دیگه اگه داره بفرست بینیم چیه. حالا بازش کنیم ببینیم چیه. پایلوت کیلد افتر چاپر کراش لند آن تاپ آف NYC بیلدینگ. بله خیلی جالبه، ما هم روزی که ما نمیخوایم یه چیزی بگیم شهر بپا کنیم، این سعیدیه. امروز یه هواپیمایی، اولا 2-3 هفته پیش یکی از این تابلوهای نیویورک شروع کرد به آتش گرفتن، خاموشش کردن و اینها.
دیروز یک کرین یا از این جرثقیل، بعضی ها جره اسقال هم میگن، جرثقیل های بزرگ توی دالاس باد آمد. این جرثقیل باید در مقابل 150 مایل، یعنی سرعت مایل، سرعت باد اگه 150 مایل پر ساعت پر آور میقات کردیم استقامت کنه، ولی افتاد و زد روی آپارتمان یا یه نفرم کشته شد، چند نفرم مجروح شد، میگن هنوز ممکنه زیر این خرابی ها چند نفر باشه. من آمدم گفتم اگه یه همچین اتفاقی تو ایران بیفته، اولین کاری که میکنیم میرینیم تو قبر خمینی، فوش میدیم به خامنه ای، یکی نمیگه آقا این شرکت مال کی بوده. امروز اومدن اینجا و گفتن که این شرکت میخواسته پول سیف کنه، یعنی کم پول خرج کنه، پسنداز کنه، و آمده. وقتی همچین اتفاقی میفته باید دیدید، و از یه جایی که رد میشید میبینید هیچکی سر کار نیست، ولی یه باکس بزرگی رو این جرثقیل‌ها تو هوا نگه داشتن. دلیل اولش اینه که وسایلشون رو که نمیبرن خونه و بیارن، میخوان کسی ندزده، میبرن بالا. این یکی. دلیل دومش اینه که میخوان یه وزنه اونجا باشه که اینو تو اون حالتی که میخوان به اصطلاح مثل وزنه که روشه باد نبرتش. دیدید اون وقتا مثلا میرفتن چیز قلیون، باد که میمد این زغالاش میپرید، طرف یه دونه سنگ ور میداشت میذاشت رو زغالا، که الان اینجا دیگه آلومینیوم هست و اینا بمانه. میگه این صاحب این شرکت باید وقتی که دید در اخبار هوا، مخصوصا روزی که کار نیست، شنبه و یه شنبه تعطیل هست، باد میاد، باد تون میاد، باید میومده وزنهی به این آویزون میکردن و این وزنه رو اونجوری میذاشتن که درست بشه و اینا، نشد، کشت شد و رفتن، ما هم صدامون در نیمد. چون گفتیم اگه صدامون در اومد احمقا میگه دیدی بهت گفتم این سربی مأمور جمهوری اسلامیه، خاک بر سرتون. انقدر به همه گفتید مأمور جمهوری اسلامی که الان دیگه اگه یکی به یکی میگه مأمور جمهوری اسلامی، میگه خب دلت بسوزه، تو رفتی بشی، تو رو قبول نکردن، چی بگیم آخه؟ حماقت تا به دان حد. بله، هفته پیش نیویورک اون اتفاق افتاد. تمام دو سه روز گذشته برید ببینید سیل هایی که در اینجا آمده چجوری زده، صدا رو خراب کرده، خونه ها رو خراب کرده و اینها به کنار. الان هم میگه هلیکوپتر کرش یعنی افتاد، تصادف کرد، هرچی، این تو بیلدینگ این منهتن لایو استریم، زنده هم داره نشون میده. اینم از این لایو استریمش، هم مال سی بی اس نیوزه. کلمه استریم یعنی آب روان، جاری. وقتا هم میگفتن که مثلا یه زمینی هست، یه استریمی هم اون کنارش فلان اینا. وقتی شما ویدیو استریم میکنی دیگه مثل قدیم نیست که بگن فیلم، اصلا دیگه فیلم وجود نداره. یعنی الان این برنامه ما لایو، زنده داریم استریم میکنیم، ما پخش میکنیم، این آب از اینجا جاری میشه میاد اونجا. و میگن اگه میخوای آب تمیز بخوری بیا سرچشمه، مردمتیوی.com سرچشمه شه. حالا ببینم روشنش کردم، مردمتیوی.com یا علکی دارم تبلیغ میکنم، اونم روشن. خب این یه میکروفونم صداشو بیارم پایین که دو صدایی نشه. خب دوستان عزیز، وقتی که تصویر اشکال داشته باشه یا صدا اشکال داشته باشه همه فوری میگید به ما. خب درستم از معمولیه، ولی وقتی همه چیز اوکیه هیچی نمیگین، اینم معمولیه، مگر اینکه ما از شما بپرسیم دوستان امروز یه وسیله‌ای رو داریم آزمایش میکنیم، شما برای ما بنویسید صدا و تصویر چگونه است. نامه فدایت شوم نمیخوام، آقا اون روز فلان جا دیدمت نمیخوام، فقط بنویس صدا و تصویر خوبه. همین، ممنون و متشکرم. اینم یه خانم اومده چی بفروشه، حالا بهار شد، اول اینه یکی میاد میگه پول بدید من زنبورا رو بکشم، ولی نه، این خانمه با بنز اومده، برم ببینم چه کار داره. یه لحظه باشید من الان میام ببینیم چی میگه این خانم بنز. البته بنزش از اون بنزایی که ای به من بدن مجانی سوار نمیشه. I'll be back. دوستان ببخشید.
حالا بدم نشد، درست به موقع آمد. نگاه کنید چیه، نگاه کنید، ما نشونتون نمیدیم و میگیم نگاه کن. گفت از کرامات شیخ ما این است. ببین یه دختر خانم خیلی جوان، یا باباش یا مامانش تو ماشین نشستن، این میاد تبلیغ میکنه برای این خانم مگی پارکر که میخواد بشه سوپروایزر. اینجا نمیگه آقا من یه اینترنتی گذاشتم شما برو توش نگاه کن، هنوز دور به دور، دور تو دور، یعنی در به در میان در خونه ها در میزنن، تبلیغ میکنن، شما رو تشویق میکنن که بری رأی بدی، که بری در سرنوشت خودت سهیم و شریک باشی. اون وقت من احمق حقا رو آوردم چند سال پیش، 2005، 14 سال پیش، میگم آقا شما میگی من میخوام برم ایران، اولا شما اینجا نوشتی 18 تا شغل داری و دکتر حقا پیروز نمیدونم خالقی هستی، شما دکترات از کجا گرفتی و در چه رشته ای؟ میگه من 28 ساعت برنامه با این شمیرانی نادان پر کردم، برو اونجا نگاه کن. میگم آقا به جای این دو جمله‌ای که گفتی پر کردم و برو نگاه کن، شما بگو من فلان دانشگاه بودم، MIT بودم، نمیدونم برکلی بودم، جورج واشنگتن بودم، جورج تاون بودم، جورج میسن بودم و رشته فلان خوندم. این مزخرفات چیه؟ دروغ میگن، دروغ میگه. این دروغ پدر ما رو درآورده. حالا آقای چمنارا هم میدونه که دروغه، میگه شاهنشاه آریامهر، میدونه که دروغه، میگه شاهنشاه سوئیس رفته دموکرات. آقا اگه شمایی که میدونی همینجوری اینو ادامه بدی، من از اون نادانی که نمیدونه چه انتظاری باید داشته باشم؟ خب ایرانی میگه تقصیر آخونده هست. آقا یه چیزی بزن برقصیم. ما تو بیا بزن، یاد ما که ندادی که. چی میگفت؟ 123، 123. چند سال این کابوسی ما رفتیم تار بزنیم، دیدیم بابا بلد نمیشیم و اینا، ولش کردیم. به کابوسی گفتیم آقا این تنبک زدن یاد من بده. گفت باشه کاری نداره، میام یادت میدم. رفت که بیاد، یادم نمیاد. اوکی. آقای یا ماندل، ماندل، ماندل امیری نوشته helicopter has crashed onto a building on Manhattan 7th Avenue. The fire department in New York has said. خیلی ممنون آقا، شما اگه برنامه ما رو داری نگاه میکنی، همینو آقای سعید خانم از کالیفرنیا گفت، از هر دوی شما ممنونم. حالا اگه یه هلیکوپتری تو ایران بیفته، یادمه سالها پیش من از تلویزیون رنگارنگ رفته بودم، یک هواپیمایی از مهرآباد بلند شده بود، خورده بود به یک آپارتمانی همون نزدیکی ها. دوستان نیم ساعت نشد این تلویزیون رنگارنگ، یک خانم مسن‌تر از مادر من زنگ زد، گفت مادر جون من میدونم چی شده، اینا داشتن پاسداره رو میبردن، چون بین خودشون اختلاف افتاده اینا رو کشتن. گفتم آفرین، دیگه ما نه اینجا TSA میخوام، نه NS فلان میخوام، نه شرکت هواپیمایی میخوام. هر وقت چی بود زنگ میزنیم، اول میگیم خانم بزرگ سلام، امروز چی داری میپزی؟ میگیم مثلا آش پشت پا میگفتن چی بود. بعد میگیم راستی شما فهمیدی یه هواپیما افتاد؟ میگی نه داشتم گوگوش گوش میدادم. میگم آره یه هواپیما افتاد، شما میدونی چه خبره؟ میگه ها میدونم، وایس برات بگم. این مملکت با این اوضاع، با اون آخوندا، آقای رضا سلامی دکتر امروز برای من یه ویدیوی فرستاده، یه دختری تو خیابون به یه آخوند بدبخت فکستنی که اینقدر بدبخته که تو حکومت آخوندی این نه ماشین داره، نه راننده داره، نه دوچرخه داره، وایساده کنار خیابون منتظر ماشین، منتظر یا اتوبوس یا تاکسی. یعنی دیگه شما ببینید این چقدر بدبخته. دختره فوشش میده، بهش حمله میکنه، حالا فکر میکنه مردم میان لابد میریزن میکشنش.
مردم میگن خانم خب این بنده خدا کنار خیابون وایسادش به شما چی کار داره؟ بعد به آقای سلامی میگم آقا ایران آزاد شد کی بریم؟ اینه آزادی که شما میخواین بدین به مردم؟ بعد میگه خب مردم میترسن اگه اومدن جلو میزنن. ببین اصلا این دکتر مملکت ما هست، دکتر رضا سلامی، برید رو فیسبوک بزنید رضا سلامی پیداشون کن. اینا تو شیراز خانوادهشون دیوونه خونه و اینا دکتر سلامی معروفه. آخه ما بدبختی ما اینه که مثلا اگه گفتیم یکی دیوونه خونه داشت فکر کنیم خودش دیوونه بوده، در صورتی که دکتر روان پزشک و اینها بوده که آمده تیمارستان تأسیس کرده. بله اینم از این. دوستان عزیز ساعت 3:14 است، من 15-16 دیگه از اینجا میرم. خیلی ممنون از آقای آریانپور، ممنون از آقای سهراب چمنارا. و اما سیکرت سرویس، سالها پیش موقعی که خانم، موقعی که بیل کلینتون رئیس جمهور بود و یک خانم کوتوله‌ای بود به نام مادلین البرایت که بعضیا بهش میگفتن مادام البرایت، چون اینا وقتی وقتی وزیر میشن بهشون میگن مادام سکرتری. خلاصه یه دوستی ما داشتیم از اونایی بود که اولا بارها گفتم من نمیدونم چرا به اینا میگن سیکرت سرویس، چیز محرمانه ای نداره، حالا بادیگارد نمیدونم نیرو انتظامی هر چی بگی درسته، ولی سیکرت سرویس همشون هم میان. البته مثلا این عینکی که میزنن اینجوریه دلیلش اینه که شما از پشت عینک نبینی اون کجا رو نگاه میکنه و همه فکر کنن که این داره به اون نگاه میکنه. بماند این دوست ما از اونایی بود که جزء سرویس مخصوص بود و هر روز چه برف چه بارون فلان اینها با موتورسیکلت میرفت، موتورسیکلتش میرفت تو وزارت امور خارجه، با آسانسور میرفت تو آفیسش پارک میکرد که اگه یه وقت یه طور شد بپره رو موتور بره، یعنی این جزء چیزای آن کال بود. یه دفعه صحبت شد و اینها به من گفت که شما توی نیروی ویژه بودی، هوابرد، میدونید که نیروی ویژه بود مخصوصا بعد از این شلوغی‌های ایران و اینا، توی حکومت یک کمیته مشترکی گذاشته بودن و هوابرد و شهربانی شیراز به اصطلاح با هم همکاری میکردن که کلن کار غلطی بود، شما ارتش رو نباید بیاری برای انتظامات شهر و این اگه به روز سرشار یه حرف درست تو زندگیش زده باشه اینه که میگه آقا ما شهربانی بودیم، با مردم آشنا بودیم، دوست بودیم، ارتشیا یه اون توی پادگان دوره دیده بودن، برو میدون تیر، برو میدون انفجار فلان، برو چتباز بپر، اینا رو آوردن انداختن به جون مردم. بمانه این دوستمون به من گفت که آقا تو موتور دوست داری؟ گفتیم بله. گفت خب هیکلت هم خوبه برای جلو گلوله؟ گفتیم خب بله بفرما. گفت که میخوای بشی چی؟ دیدین که وقتی یه نفر یه جا کار میکنه اگه شما یه نفر دیگر رو ببری یه پولی بهت میدن، میگن ریفرال، بعد مثلا میگه $500 بهت میدیم اگه یه کارمندی بیاری. حالا فکر کنم برای این یه خر گنده مثل ما رو ببره جلو تیر مثلا $1000 بهش میدادن. گفت که میخوای من معرفیت کنم به عنوان سیکرت سرویس بیای اینجا، چون آموزش ارتش دیدی و اینها برش برای اونا تو کم خرجتری و بهتری. گفتم که شما این میخوای معرفی کن، ولی بذار من یه چیزی برات بگم، اگه یه جایی صدای تق و توق گلوله بیاد من اولا دنبال یه راهی میگردم، من هم الان وقتی میرم سینما اگزیت رو نگاه میکنم، وقتی میرم مال اگزیت رو نگاه میکنم، راهش رو نگاه میکنم، راه رو یاد بگیرید که اگه پله کار نکرد چجوری مثلا بپرید یه جایی اینجوری اینها. بعد گفتم که ببین اگه یه تق و توقی شد یکی خواست اینو بزنه فکر نکنی من وای میسم جلو اینا، من میرم پشت سرش. بعدش گفتم بدبختی اینه این خیلی کوچولوه، اگه ما پشت سرش هم بریم باز پیدا هستیم. این آقای آمریکایی باور کنی نیم ساعت میگذشت، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه آبجو میخورد دوباره میخندید. میگفتم چرا میخندی؟ میگم من یادم میاد که تو چی گفتی و این اتفاقا آزمایشیه که کسی که میاد میگه من میخوام سیکرت سرویس بشم میبرن بعد میبندنش به این دروغ سنجا، به دروغ سنجا یه چی دیگه هم میگن، ما ها میگیم لایت دیتکتور ولی این نیست، یک کلمه دیگه ای داره. بعد میدونید مثلا اینجا به صدا خفه کن اسلحه ما میگیم سایلنسر، همون صدا خفه کن یعنی ساکت کننده، ولی اونا یه چیز دیگه دارن. در اصل
گو این یکی از امتحاناست که وقتی طرف گفت میام و هی دروغ گفت که من جانم فدای ایران، من جانم فدای دستگاه، بعد ببندنش به دستگاه میگن حالا ببینم اگه یه تیری بزنن تو قبل از اینکه هفت تیری تو بکشی میای جلو که اون تیره به تو بخوره؟ و چقدر تو خوب شد به من گفتی، چون اگه ما بریم یک کسی رو معرفی کنیم بعد اینجوری از آب در بیاد، خب این برای ما بد میشه. گفتی برو آقا دنبال کارت، ما از تیر و تفنگ و گلوله در رفتیم، حالا بیایم اینجا خودمون استخدام بشیم. یه دفعه بهتون گفتم، دوستان افغانی من گفتن آقا جورج بوش داره پول میده که تو افغانستان ما تلویزیون بزنیم، شما بیا بهت هم حقوق کلان میدیم. گفتیم این کلانی که شما میگی چنه؟ گفت سالی 250,000 دلار. گفتم حتی روزی 1,000 دلار هم برای پول خون بهمون نمیدی؟ و من باید احمق باشم که از ایران در رفتم، حالا که رسیدم به ساحل آرامش و امنیت بلندشم برم افغانستان، افغانستانی که هر یه دقیقه بمبی یه جاش منفجر میشه، افغانستانی که حالا چند سالم زودتر بود، افغانستانی که هنوز که هنوزه اون گرین ایریایی که قراره خودشون با هلیکوپتر برن، یعنی با ماشین برن فرودگاه، انقدر ناامنه که مجبورن با هلیکوپتر برن. تنها جوری که میتونن برن از فرودگاه تا اونجا با هلیکوپتر. یک بار هم من یک مطلب از پیج آقای چمنارا گرفتم تحت عنوان نامه ترامپ به رهبر ایران و در اینستاگرام منتشر کردم. از آقای چمنارا سوال شده بود از کجا میگید مطلب درسته؟ ایشان هم سریعا انگلیسی رو گذاشته بود که کاخ سفید منتشر کرده. همین سوال از من هم در پیج اینستا شد و متن انگلیسی رو بدون تحقیق گذاشتم، خیلی ضایع شدم، چون در نامه انگلیسی ترامپ رو ترامپ نوشته بودن برای پول. کابوسی میگه این برای پول، خب ها دیگه همه برای پول به اصطلاح چیز میکنن و هر کسی میگه نه من با پول نمیتونم منو بخرن و فلان، نه دروغ میگن. برگردیم به اون ماجرایی که اصلا این سیکرت سرویس اینها من از کجا شروع کردم. امروز یه ایمیلی برای من اومد، وقتی این ایمیلو رفتم نگاه کردم، بذارید الان بهتون نشون بدم چند تا 8-9 تا به اصطلاح آدمای معروفی رو که هممون ممکنه بشناسیم نشون میده و مینویسه که به اصطلاح اینا چقدر خرج بادیگارد یا خرج محافظان خودشون میکنن، از اون صاحب آمازون گرفته تا صاحب فیسبوک گرفته تا آقای دارا خسروشاهی مدیر عامل اوبر، و با هم اینا نگاه میکنیم. اجازه بدین اینجاست. و من نمیدونم چرا این صفحه ها، خب اونا فکر نکردن که یه نفر میخواد اینو تو تلویزیون نشون بده، هی اینجوری بالا و پایین نپره. خب حالا ما اینجوری به شما نشون میدیم، اینم کامرای دو، میایم به شما کامرای دو رو نشون میده و یکی یکی براتون میخونیم. میگه که جک دورسی مدیر عامل توییتر حداقل 68,500 دلار برای به اصطلاح حفاظت از خودش سالیانه خرج میکنه. آخرین بار در سال 2016 بود که اسنادی در رابطه با هزینه‌های تأمین امنیت دورسی منتشر شد. این اسناد نشان می‌داد شرکت توییتر 68500 دلار را صرف تأمین امنیت محل اقامت دورسی و جزئیات اقدامات حفاظتی مربوط به او کرده بود. با این حال دورسی به روشی که کمابیش ادامه یافته این هزینه‌ها را جبران کرده. او در سال 2018 فقط 40 و والا اینجوری که نوشته من نمیتونم بخونم، نوشته 40.1 دلار از شرکت توییتر حقوق گرفت. خب نمیدونم، اینا هم بعضیا اینجوری حقوق میگیرن که روش مالیات ندن، به صورت کیوان میگیرن که روی اون مالیات نمیدن. اینم یه چیز دیگه مسخره است. شما اگه بری کار کنی زحمت بکشی، رو پولی که کار کردی زحمت کشیدی باید پول بیمه بدی، مالیات بدی، بیمه بازنشستگی که سوشال سکیوریتی بدی، ولی اگر یه پولی از یه جایی رسید بهت فقط یه مالیات میدی، اونم یه راه و کلکی براش گذاشتن که ندی. خب تیم کوک، این همینه که مال شرکت اپل بود و ترامپ شارلاتان چون مغزش الان داره به فراموشی میره و اینها، اونم از ما بدتر شده، گفت که به این گفت ترامپ تیم اپل
فامیلیش یادش رفته بود اسم شرکتش رو بهش گفت و همه تا یکی دو روز مسخرش میکردن. میگه که تیم کوک مدیر عامل اپل $310,000 طبق اسناد منتشر شده در سال 2018 شرکت اپل در این سال $310,000 را صرف حفاظت از تیم کوک مدیر عامل خود کرد. البته این رقم با استانداردهای سیلیکون ولی بسیار کم محسوب می شود، به ویژه با توجه به اینکه شرکت اپل معمولا در صدر فهرست با ارزشترین کمپانی های دنیا قرار دارد. این حالا محافظ که میگن مثل مال ایران با اسلحه و مسلسل و یه مش لات و چاق و کش و اینا نیستن. مثلا این آقا میبینی گوشی تو گوششه، میبینی ایه، بعضی از اینا اون سلف دیفنس رو بلدن، بعضی ها کنترل جمعیت رو بلدن، بعضی هاشون هم بله تو جورابشون اسلحه دارن، تو کمرشون اسلحه دارن، تو خشتکشون اسلحه دارن، ولی پوز بدن و ببندن و اینها نیست. و اما آقای ساندار پیچای مدیر عامل گوگل $1.2 میلیون تأمین امنیت ساندار پیچای در سال 2018 $2,100,000 خرج روی دست شرکت گوگل گذاشت. این هزینه تقریبا دو برابر هزینه بود که سال پیش از آن برای حفاظت شخصی پیچای شده بود. شرکت گوگل در سال 2017 $680,000 صرف تأمین امنیت او کرده بود. و اما نکست پیج، بله، میگه جف بزوس، ایشون اصلیتش مال کوبان. سعید هر وقت اسم کوبا میاد یادم میاد که به شما باختم یه آماری رو، چند سال پیش بود خدایا، اون موقع همسر شما هنوز زنده بود خدا رحمت شما، یه آماری رو خوندم درباره کوبا و گفتم بابا مگه میشه کوبا اینجوری باشه، یه دونه بی سواد نداشته باشه، اینجوری باشه اینجوری باشه. شما زنگ زدی و گفتی بله میشه و شرط بندی کردیم و من به شما باختم. براتم یک فلوت آهنی آوردم، یک فلوت فلزی، دیدم گاهی وقتی هم فلوت میزنی خیلی قشنگ. جف بزوز اصلش مال کوباست، ولی خب مثل تمام مهاجرای دیگه‌ای که آمدن اینجا خود ساخته هستن و به اصطلاح موفق موفقه، درست برخلاف ترامپ شارلاتان. میگه مدیر عامل آمازون هست، $1.6 میلیون. بزوز گرچه ثروتمندترین مرد دنیاست اما بیشترین هزینه را صرف حفاظت شخصی خود نمی کند. دست کم اسناد و مدارک منتشر شده اینطور نشان میدهد. بزوز بینیم آقای تبریزیه، بهش بگم آقای تبریزی من روی برنامه هستم، سلام، میخواین صحبت کنید یا بعد از برنامه بهتون زنگ بزنم؟ بعدم بهتون زنگ میزنم، مرسی. بله بله، میگه که این مثل پولدارای دیگه خرج حفاظت خودش نمی کنه. دست کم اسناد مدارک منتشر شده اینطور نشان میده. طبق گزارش سایت فوربس هزینه ای که شرکت آمازون صرف تأمین امنیت مدیر عامل خود می کند از سال 2012 افزایشی نداشته، در حالی که ثروت او از آن زمان رشدی $113 میلیارد داشته. به گفته یکی از سخنگویان شرکت آمازون، بزوز هزینه حفاظت شخصیش را به طور جداگانه پرداخت می کند. و اما این آقای لری الیسون هم مؤسس، ایشون هم این مؤسس اوراکل، $1.6 میلیون شرکت اوراکل سالانه هزینه‌هایی را صرف حفاظت از محل سکونت اصلی لریالسون می کند که به گفته سایت فورز مکان ذکر شده احتمالاً همان ملک الیسون در ایالت کالیفرنیا است که با الهام از معماری ژاپنی ساخته شده، گرچه این شرکت از هر گونه اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده است. اینم اینجا بعدی آخریش یا یکی مونده به آخر، دارا خسروشاهی که خیلی ها باور دارن از زمانی که این آقای ایرانی شده مدیر عامل اوبر، اوبر سرویسش خیلی بد شده و همش تلاش میکنه که بچلونه راننده ها رو و همه ناراضی هن. حالا تا کی این ادامه پیدا میکنه خدا میدونه. چند مدت پیش هم یه روز اعتصابی انجام شد که در اون روز گویا اوبر 7% به اصطلاح از قیمتش کاسته شد و ضرر کرد.
دارا خسروشاهی مدیر عامل اوبر 2 میلیون دلار. اسناد و مدارکی که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد 2 میلیون دلار صرف تأمین امنیت دارا خسروشاهی مدیر عامل ایرانی آمریکایی شرکت اوبر شده، مبلغی که تقریباً معادل پاداشی است که به او تعلق می‌گیرد. و اما این خانم شرل ساندبرگ مدیر ارشد عملیاتی فیسبوک تقریباً 3 میلیون دلار، 2.900.000 دلار هزینه های حفاظت شخصی ساندبرگ در سال 2018، 200.000 دلار افزایش پیدا کرد و فیسبوک 1 میلیون دلار را صرف سفرهای او با یک هواپیمای شخصی کرد. و اما این آقای مارک ساکربرگ، این همون سوکربرگه، سوکر هم که به آلمانی یعنی شوگه، مارک اینجا میگن ساکربرگ، مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک 20 میلیون دلار همزمان با مشکلاتی که در سال 2018 گریبانگیر شرکت فیسبوک شد، هزینه های حفاظت شخصی زاکربرگ به سرعت بالا رفت. شرکت فیسبوک در سال گذشته 10 میلیون دلار را صرف تأمین امنیت مدیر عامل خود کرد که 5.2 میلیون دلار بیشتر از هزینه‌ای بود که سال پیش از آن صرف شده بود. علاوه بر این 10 میلیون دلار هم برای دیگر هزینه‌ها، هزینه‌های مربوط به تأمین امنیت زاکربرگ و خانواده‌اش به او تعلق گرفت. خب حالا اون روز این خانم تنازی یه چیزی نوشته بود، نوشته بود والا ما از یه جایی میخوام سوارشیم بریم یه جا، 5 ساعت تو فرودگاه میمونیم، بعد به اون میگن 5 ساعت هواپیما تأخیر پیدا کرده، بعد تو هوا هستیم میخوایم بشینیم میگن فرودگاه جا نیست، 2 ساعت دیگه باید بچرخین. و این چه زندگیه؟ این کوفتی زن ترامپ نمیدونم در عرض 1 ساعت از فلانجا رفت فلانجا. بهش گفتم من یه سوال ساده از شما میکنم، شما حاضری 10 ساعت تو این فرودگاه 20 ساعت توی جاده باشی، یا اینکه یک شب دیگه روم نشد بگم بغل دست ترامپ بخوابی؟ گفتم یک شب در منزلی که این لعنتی زندگی میکنه شما زندگی کنی. جواب نداد. خب منظورتون به صورت کیوان خودمونه، او از مطب دکتر برای معاینه عقل به شما سلام. بله میگه که آقای مانی خورسندی میگه من از مطب دکتر که آمدم برای معاینه عقل به شما سلام و درود. بعد خانم تنازی میگه منظورتون به صورت کیوان خودمونه. آره کیوان، نه اون کیوان، آقا کیوان. کیوان وقتی شما یه جایی اینم نمیدونم، مثل که اگه به صورت پسیو باشی، خیلی همش از کارگر پول میگیرن اینجا، و دلیلش که اگه میخوان ببینید چرا باید همیشه این باشه که شما تا گرفتی 99,000 دلار میگن حالا دیگه مالیات نده، سوشال سکیوریتی نده. آقا خب از این که 300,000 دلار هم میسازه بگیر، از این که 500,000 دلار هم میسازه بگیر، نیست. چرا؟ چون قانونا رو قانونگذارانی مینویسن که پول از پولدارا گرفتن. ولی اون کیوان که شما میگی من نمیدونم، اگه به شوخی میگی نمیدونم، ولی یه فرمی هست بهش میگن کیوان. تو آمریکا همه چیز فرمه و شماره، 1099 1044، نمیدونم 1040 فرم. از اولی که میخوای بیای اینجا دیدی میگه I-20 اپلیکیشن برای دانشگاه و اینها. بله اینم از این ماجرا. اشکال دیگه‌ای که من دارم با شماها اینه که من نمیفهمم کی شماها دارید شوخی میکنید و کی دارید جدی میگید. اینم از این. و اما یه جایی نمیدونم برای ما هی میفرستم، مثلا یک نشتو ببخشید دیر شد، برایش نوشتم آقا چی دیر شد، میگه من به شما نبودم به یکی دیگه بودم. واقعا داریم میرسیم به مرز دیوانگی. من یه مقاله‌ای رو خوندم، فکر کنم مال همین آقای علی کشتگر بود، بعد یه لینکی گذاشتن، دیدید به اینا میگن هشتگ، خشتگ، هایپرلینک. ما رو این زدیم، به جایی که بره ما به ایمیل ایشون، به فیسبوک ایشون، ما رو برد به یه صفحه مجله اینترنتی. بعد اونجا من آمدم میخوام با آقای علی کشتگر تماس بگیرم، میبینم نوشته همه باید اینجا کانتکت کنن. اولا ثابت کن که ربات نیستی. تو آلمان میگفتن قباته ها، گفتیم باش. یک کلیک زدیم ثابت کردیم که ما هنوزم آدمیم.
بعد میگی خب چی میخوای بگی؟ میگم من درباره این موضوع تیتر مقاله اون آقا رو نوشتم. بعد نوشتم اگر وقت داشته باشید من مایلم با شما چند دقیقه مصاحبه کنم. چرا؟ چون ایشونم در مقالهشون نوشته بود شاهنشاه با داشتن مدارک عالیه از سوئیس، که آقای آریانپور دیدم برای ایشون هم نوشته آقا کدوم مدرک عالیه. اولا مدرک عالیه یعنی چی؟ ما توی آمریکا چیزی به نام مدرک عالیه داریم؟ آقا تو ایران دیپلم میگرفت تا 2 سال میرفت بالاتر میگو این فوق دیپلمه، این لیسانسه. اینجا وقتی میره میگه این under associate، میگه associate. بعد به اون یکی میگه under degree، هم چیزی. بعد تازه دیگری فوق لیسانسه. بعدم ما میگیم فارغ التحصیل شده. اینا چیزایی که آقای آریانپور میگه یاد بگیریم. اینم داره میخنده میگه این هشتگ رو گفتی خشتگ، من خندم گرفت. آقا این آقای دکتر علی صدارت، آقا اینا با سوادهای مملکت ما هستن. البته همین علی صدارت یه روز اومد اینجا، این آقای کاووسی یه ایراد درستی گرفت، گفت آقا این دکترا با جامعه در عمل نبودن، از بچگیشون با بچهای کوچه نبودن، چون اینا خیلی تیتیش مامانی بودن. مامان باباش تا از مدرسه میمد میگو بشین چیز تا نمیذاش بازی کنن، دوتا فوش یاد بگیرن. اینا این آقا ناراحت شد، گفت من برنامه نمیذارم در تلویزیونی که آقای سعید کاووسی مرا مسخره کرده. گفتم شما میخواییم برین تو ایران یک کاره بشین؟ حریف یه نفر نمیشی، حریف یه نفر نمیشی اینجا. anyway یه مقاله نوشته بود از اول تا آخرش خشتک خشتک هشتگ فلان، هشتگ علی سلید، هشتگ بنی سر، هشتگ. گفتم آقا این شد خشتگ، این چیه هشتگ هشتگ؟ ما ایرانی ها هر چیزی رو انقدر ازش سوء استفاده میکنیم، انقدر بدش میکنیم که خودمون رو اول داغون میکنیم بعدم دیگران. اینم از ماجرای خشتک و هشتگ و اینها. بله میگه من وقت مدرک عالیه، شاید منظورش عالیه‌ای چیزی بوده، نمیدونم. من وقتی به فرهنگ هولاکویی گوش میکنم بکن میگن عقلت کم شده بهش، به من میگن عقلت کم شده بهش گوش میکنی. من نمیدونم کی به شما میگه، بگو نه ما داریم در فارسی میگن گوش کن تا یاد بگیری. در فارسی داریم ادب از که آموختی از بیادبان، بگو دارم چیز میکنم ببینم هرچی این گفت انجام ندم. خیلی چیزای زد و نقیز تو فارسی داریم. میگه پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. یعنی بدا اینجوری تأثیر میذارن. بعد از اون ور میگه شما انقدر خوبی کجا بودی؟ میگه من همان گل هستم که بودم، باید چند روزی با گل نشستم یا در حمام یه ساعتی با گل نشستم. خیلی کارمون خرابه دوستان، از حد 2 ساعت برنامه من گذشته. و آره این سیکرت سرویس هم براتون خوندم. و دوستان اگر مایل باشید تلویزیون مردم رو حمایت کنید، این سکوی ارتباطی رو مستقل نگه می‌دارید، میتونید برنامه‌ای رو که دوست دارید از اینجا پخش کنید. و نمیدونم دیگه چجوری بگم در رابطه با اون اتوبوس هم، گاهی وقتا ما یه چیزی میگیم توی شور و هیجان هستیم میگیم، بعد میبینیم که این عشق آسان نمود اول، چی بود اون شعر حافظ، یه نصفش هم عربیه، که بعد خیلی مشکل شد. میبینیم آقا به این سادگی نیست. ممنونم از آقای بها ابهری، ممنونم از دوستی که یه مدت ازش خبری نبود و گفت یه مدت کامپیوتر و اینها رو کنار گذاشته بودم. گفتم ای کاش منم بتونم این کار رو انجام بدم، مخصوصا الان در این به اصطلاح تابستونی هم شماها سفر میرین، هم ما هم یه سفری بریم، یه جایی بریم، دمی به آب بزنیم، دمی به خمره بزنیم، هرچی. در هر صورت گاهی وقتا باید بریم، حتی اگه این چیز خوبیه باید یه مدت ازش دور باشیم تا قدرش رو بفهمیم و باز برگردیم و بیایم. خب میگه درخت دوستی ترامپ و مکرون خشکید. میدونی که اینا وقتی آمدن اینجا مکرون چه ماچ و بوسه‌ای میکرد؟ مکرونی که این ترامپ گفت من با اون لومپنه موافقم در فرانسه، ولی اون وقتی نشد این مکرون رو گرفت بغل کرد و این زن پیرشم که معلمش بوده گرفت و بهش گفت که شما برای سنت چقدر هیکلت خوبه که هیچ کسی
با شعور به زنها همچین چیزی نمیگه. ماچ و بوسه و فرانسوی ها ماچ کردنشون مثل ما ایرانی مردان مردان رو ماچ کنن ایمی هم نداره. آمدند و یک درختی به عنوان درخت دوستی کاشتن. من این عکس رو بهتون نشون میدم. این زنشم که احمق حالیش نیست، روزی که زمستون بودش، چون چرا توی چی میبینین که ترامپ با این پالتو مثل ملای جودا زمستونه و این خانمه آمده آسینش لخت، خودش دامنش لخت. حالا کاری نداریم، این بالاخره از لختی شروع کرده، اگه لخت نباشه لاغ پولشو قطع میکنن. آمده وایساده بغل دست این دوتا و اینا بیل میزنن، بیل زدن و درختی کاشتن. حالا ببینید سر این درخت چی اومده. ببینید این زن اگر شعور داشت تو فصلی که این پالتو پوشیده اینجوری، این نمیمد یه چیزی بپوشه که آسینش تا اینجا لخت باشه، پرپاچش تا اینجا لخت باشه و بمانه. میگه که درختی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ایمانوئل مکرون همتای فرانسوی او در جریان سفر سال گذشته به ایالات متحده کاشته بودند خشک شد. اولا یه بار جابجاش کردند. میگن درخت رو جابجا که بکنن ریشش اگه تکون بخوره نمیگیره، بماند. این در حالی است که از زمان سفر سال گذشته رئیس جمهوری فرانسه به آمریکا، روابط رهبران دو کشور به دلیل اختلاف بر سر پرونده هسته‌ای ایران، تجارت و تغییرات اقلیمی به سردی گرایده است. از این درخت بلوط به عنوان نماد دوستی، بعضی ها نماد هم میگن، نماد دوستی بین رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا یاد شده بود. امانوئل ماکرون در جریان سفر سال 2018 خود به واشنگتن این اصل درخت بلوط را به دونالد ترامپ هدیه داده بود. رهبران دو کشور به همراه همسران خود طی مراسم این درخت بلوط را در کاخ سفید کاشته بودند و اون درخت هم خشکید. آقایون مجاهدا، آقایون سلطنت طلبا، خانمای سلطنت طلبا، درختا هم وقتی میرن نزدیک ترامپ میخشکند. یادتون یه فیلمی بود درخت ها ایستاده میمیرن، چرا قشنگ بود اون وقتا اون فیلم. خب میگه اگر از بی ادبان بیاموزیم که 80 میلیون معلم داریم. اتفاقا این مثل در رابطه با چیزایی که شما میگی کاملا درسته، چون شما همیشه میگی ایرانی ها کارهای بد میکنن فلان، از اینا بیاموز، شما نکن. اون وقت ما نگاه شما میکنیم، میگم نگاه کنین سعید کاووس چه آدم خوبیه، هر کاری شما کردی ما انجام میدیم. به کانال تلویزیون فرانسه در برنامه زنده روز ششم ژوئن گفتگوی ترامپ مکرون نوشت دوستی یک روزه. وزیر امور خارجه آلمان در تهران میانجی یا ناجی برجام، ظریف پس از دیدار با همتای آلمانی گفت تنها راه کاهش تنش توقف جنگ اقتصادی است. اقلیت کالاش پاکستان خطاب به گردشگران گفت ما حیوانات باغ وحش نیستیم. آفریقا یه توری گذاشته، میگه توریستا که میان یه آقای این ابتکار رو به خرج داده که من اینا رو میام میبرم. میدونید اون آپارتاید، آپارتاید کلا کلمه جدایی و اینها رو اپارت میگم، پوت دیس وان ا پارت اف دات، اینو جدا از اون بذار. و یه کتابی هم آقای کارتر نوشته، من فان قرار بود یه مصاحبه با آقای کارتر داشته باشم، قبولم کردن که ما بریم جورجیا، تنبلیم اومد نرفت. و نوشته بود که ماجرای فلسطین و اسرائیل و اینها داستان آپارتاید، این آپارتاید نجات پرستی، تجزیه طلبی اینها هست، یعنی تجزیه طلبی نه، جدا خوب بعد الان همین کاری که اسرائیل داره میکنه، ولی اسرائیل مثل که یه تو دهنی محکمی به این بیبی نتانیاهو زدن و نتیجهش الان میبینی اون موجی که از سیلیه به نتانیاهو، همین ترامپ و این پمپئو و اینها هم یک کمی دماشون رو گذاشتن لای پاشون و فعلا ساکت شدن تا ببینیم چه اتفاق میفته. این آقایی که من میگم توی آفریقا، مردم توریستی که میان، میگه شما یه پولی به ما بدین، من میبرم این خونه های فقرا رو به شما نشون میدم و ببینید که چی بود و هنوز هم چی هست که اینها گفتن بابا این سفید پوستا به ما ظلم کردن اینها، و میبرد نشون میداد. یه خانمی که از سوئیس آمده بود
یکی از این بچه ها رو در آغوش گرفته بود و وقتی بهش گفتن چه احساسی داری، شما میای اینجا یه نفر دیگه، یه رنگ دیگه و اینا، احتمالا شما پولداری که تونستی بیای اینجا و اینا فقیرن، گفت که من توی سوئیس نمیتونم بچه کسی رو بغل کنم، از بس ماها قانون برامون گذاشتن دست به این نزن، دست به اون نزن، فلان اینها، من همین که این بچه رو بغل کردم برام یک دنیا ارزش داشت. البته خب خود اینم حالا یه مسئلهیه، واقعا هم دیگه آدم جرأت نمیکنه هر کی اومد بخواد بچه‌شو بغل کنه، نوه‌شو بغل کنه، نمیدونی چه دیوانه‌ایه، چه فکری تو کلشه، چه چیزی میمالن، یه چیزایی هست با دست شما میمالی، دیدی دو سه نفر تو حالا کشتن، این یادم به جورج بوش تا دست میدی همون موقع موادی پشت دست بهش میدن و بعد از هر دست دادن اینو پاک میکنه. بعد میگه برنامه سربی از همه چیز و همه جا بدون نمک و فلفل اضافی چیزی ندارد، ندیدم طرفدار کسی یا گروهی باشد، حتی تلویزیون مردم، حتی خودش، به همه کسانی که حرفی میزنند به ضرر مردم یک زرشک حواله میده و به کسانی که به نفع مردم حرف میزنند یک بیلاخ از نوع غربیش بیشیل پیله و مدعی این که اگر تو بهتر میزنی بستان بزن میگوین حمله کنن. میگه چی بشه؟ میگوین حمله نکنن. میگه چی میشه؟ منتظر است من نمیفهمم این جمله. پیغام بذار پیغامات پخش کنم، چون شما صحبت کردن تو دیدم یه حالت طنزی داره اون برنامه نوروز و اینها. ولی این ماجرایی که سربی به دیگران میگه گر تو بهتر میزنی بستان بزن، من اصلش رو نمیدونستم چیه. اصلش اینه که یه نفر مثل سعید کاووسی داشته نمیزده، بعد گویا مثل که اون روز دیزی خورده بوده، یه بادی از پشتش میاد بیرون صدا میده و این به پشتش میگه گر تو بهتر میزنی بستان بزن. مثال خوبی نیست که به دوستان دیگران بزنیم، ناگفته نماند، در مثل مناقشه نیست. آقای مانی خورسندی، من خیلی خوشحالم که شما یکی از بینندگان ما هستی. بعضی ها رو در جمع داشتن افتخاری هست. حالا شما نه به من نون میدی، نه به من آب میدی که به اصطلاح چاپلوسیت کنم، ولی من همون ارادتی که به داداشت دارم، اون تنازی که در به نظر میاد در خانواده شما، چون دیدم دخترشم آقای هادی به اصطلاح اونم خانم شاپرک، اونم تنازه و چقدر قشنگ راجع به شاپرک و پروانه صحبت میکنه، میگه من یه مدت فکر کردم اسمم پروانه، بعدا فهمیدم از این شاپرک کوچکا هست ما میزنیم میندازیم، گفت اسم من اونه. البته شاپرک تو ایرانی هم فکر کنم هم ردیف پروانه باشه. بله، میگه حمله نکنه چی میشه؟ منتظر از نظرات شما رو پخش کنه. من اینها رو به دکتر گفتم، گفت برو عقلت کمه، اگه اینها رو تا حالا قبول نکردی اومدم بیرون. متوجه نمیشم اینو، برای من یه پیغامی بذار، شماره تلفن الان اینجاست 202، بذار دوباره بیارش برات، 202 695 2573، در برنامه روز آینده پخش میکنم. دوستان عزیز، از یکایک شما ممنونم، چقدر ممنون میشم اگر شما این برنامه ها رو با دیگران شیر کنید. من میبینم دوستان آقا هر آشکالی رو برای ما تگ میکنن، هر آشکالی رو با ما شیر میکنن، وقتی تو صفحهشون نگاه میکنم ببینم از این سربی که اینقدر ادعا میکنن جایی چیزی شیر میکنن، میبینم هیچ خبری نیست. نمیدونم چرا دیگران مهره مار دارن، فلان کفتار دارن، ما نمیدونیم. اینم از این. بله، در صورت اون آقا اینا رو میبره خونه های ارز به اصطلاح فقیر رو اینا رو نشون میده و یکی از سوالا اینه که اون مردم فقیر بهشون بر نمیخوره که اینا میان نگاه میکنن. طرف گفت آقا بهشون چی بر بخوره؟ اینا زندگیشونه و شاید اقلا یه با وجدانی بیاد نگاه کنه بگه آقا اینا که اینجا آب ندارن، توالت هم اینجوریه، من یه بشکه آب براشون درست میکنم، یه دستگاه توالت بهداشتی براشون درست میکنم. اینم یه منبع درآمدی، حتما چک کنید. آفریقا اون گدو، نه یه چیز دیگه بهش میگن، یه فیلم هندی بود، اسلام پاری، یه چیز، این صابخونه هایی که خونه هاشونو میدن اجاره و به اصطلاح مثل این ترامپ احمق خون مستاجرا رو میدوشن و اینها، بهشون میگن اسلام تننت، نه تننت که مستاجر، صابونه لندلو. یه فیلم هندی اینجوری بود، اونم قشنگ بود.
بله میگه خبر نداری، درسته در کامنت بالا. من اصلا نمیفهمم خبر نداری درسته در کامنت بالا. من از این از این جمله ناقص شما من چی باید درک کنم؟ پمپئو به یورو نیوز گفت اروپا و آمریکا درک مشترکی از خطر ایران دارند. اصلا همچین چیزی نیست، دروغ میگه آقای پمپئو، و آقای پمپئو به دروغ گفتن معروفه. ودا با پیکر دروازبانی که آوازخوان انقلاب سوریه شد. هزاران نفر از مردم سوریه روز یکشنبه در مراسم خاکسپاری عبدالباسط ممدوح هول سارود شرکت کردند. دروازبانی که اسلحه به دست، خب اینم سوریه. حالا سوریه چی شد بالاخره؟ مشاور امنیت ملی افغانستان گفت کمر طالبان را تا 4 ماه آینده می شکنیم. آقا این طالبانیه که آمریکا باهاشون داره صحبت میکنه و میگه اگه طالبان رو از معادله افغانستان ما بیرون بیاریم، نمیتونیم اونجا حکومتی داشته باشیم. وقت پاکستان میگه ما میخوام کمرشون رو بشکنیم، خرد کنیم. نمیدونم، ساعت 3:50 هست و اون ماجرای Rare Earth China اونو نگاه کنید، و اگه کسی در اون مورد توضیحی داره که بتونه برای افرادی مثل من که کمتر بلد هستم به اصطلاح بیاد و توضیح بده. آقای دوستان، این آقایی به نام رضا بی انصاری برای من نشته آقای سربی به قول شما کارمون خیلی خراب است. آقای مصداقی مانند آقای حسن دایی الاسلام مجاهد بوده است، که او هم میگوید دیگر مجاهد نیست. در این کلیپ میگوید مجاهدین و دست راستی های پرقدرت آمریکا به دایی کمک کردند که با تریتا پارسی در دادگاه بجنگد، در صورتی که در اصل مجاهدین و دست راستی های آمریکا از ابتدا دایی را به جان تریتا پارسی انداخته بودند، که سپس تریتا از دایی شکایت کرد، نه نایاک. نایاک از دایی شکایت نکرده بود. مجاهدین هنوز آقای دایی را از نظر مالی تأمین می کنند و مجاهدین را عربستان و اسرائیلیا حمایت مالی می کنند. تریتا و نایاک در آمریکا جزو نیروهای ترقی‌خواه چپ محسوب می شوند. کار آقای مصداقی و حسن دایی تهمت زدن و شایعه پردازی است. آقای مصداقی با بی‌شرمی تمام میگوید پدر تریتا پارسی هم سواکی بوده است، در صورتی که پدر تریتا تورج پارسی از دست سواک در اهواز همیشه در عذاب و زندانی بود. اینو آقای رضا انصاری نوشتن. من از ایشون تشکر میکنم و اگر فرصتی بشه با ایشون هم صحبت میکنم. این فقط یه جایی شما وقتی گفتید تریتا پارسی چپ حساب میشه، فکر کنم شما جز باید بگید اصلاح طلب حساب میشه، چون وقتی یه نفر موافقه با یک حکومتی ولی میگه این روشش غلطه، این روشش غلطه، این چپ حساب نمیشه. چپ کلن مخالفه، فکر کنم این من برداشتم، چون متاسفانه به ما که یاد ندادن. میگم من رفتم توی یه جلسه ای، طرف آمد این برم نشست اون برم نشست، گفت آها اسلام داگ، بله، گفت یکی گفت هژمونی. ما گفتیم حالا لابا توضیح جمله بعدی که میده ما میفهمیم معنی هژمونی چیه. دوباره دو سه بار هی گفت هژمونی. من این بغل لسیم پرسیدم، حالا اسمشون نمیگم، گفتم آقا این هژمونی یعنی چی؟ گفت آقا شما نمیدونی هژمونی یعنی چی؟ گفتم شما فکر میکنی من اگه میدونستم وسط این جلسه دیوونه بودم که از شما بپرسم؟ ولی یه چی فهمیدم که تو هم نمیدونی یعنی چی. به این وری گفتم آقا هژمونی یعنی چی؟ گفت آخر برنامه بهت میگم. اینم نمیدونست، میخواست سب کنه ببینه از صحبتای این میفهمه هژمونی یعنی چی. بعد آمدیم خونه نگاه کردیم، گفتیم هژمونی یعنی چیز اینا، ما هنوز اون دکشنری و دائره المعارف و نمیدونم لغتنامه و اینا رو داریم که بریم نگاه کنیم. فهمیدیم که بابا این وقتی نفوذ فکری و تأثیر یه نفر به یا یه گروهی بهش میگن هژمونی، ولی اینا چون بلد نیستن شعور این رو هم نداره که بگه منم نمیدونم و من دست بلند کنم بگم آقا این کلمه هژمونی رو که گفتی من و خیلی دیگه از دوستان نمیدونن معنیشو، لطف کنید بگید.
نصف بیشتر این جلسات که برگزار میشه معنی کلمات رو نمیفهمن، میرن تو مثل خر، میان بیرون مثل گاو. چرا گاو؟ برای که اونجا یه چی بهشون دادن خوردن، سنگین تر شدن مثل گاو، نه از لحاظ مغزی، از لحاظ وزنی. دوستان عزیز، بازم از این که با ما بودین ممنون و متشکرم. 6 دقیقه دیگه با شما هستیم، بذارید 5-6 تا چی رو براتون بخونم و بریم. همین الان یه چیزی آمد، کنگره رهایی ایران، خداوکیلی. من اینا رو می‌نویسم کنگره، یعنی کونشون به هم دیگه گره خورده، حالا یا به خاطر پول یا به خاطر منافع. آقا چه کنگره‌ای؟ کنگره رهایی ایران. باز آقای آریانپور، این آقای آریانپور هم آقای خورسندی اگه نمیشناسی روی فیسبوک پیداشون کن، مقاله های خوب می‌نویسن، وبلاگ بلاگر چیز خوبی دارن و ایشون هم مثل منه، یعنی من مثل ایشون هستم چون ایشون معلم من. میاد یکی یه چیزی میگه نمیذاره آسون در بره، میگه بیا جلو، شما منظور از این کنگره چیه؟ کونه کی به کی گره خورده؟ کنگره رهایی ایران. آقای آریانپور نوشته: بانوی عزیز، با عرض سلام و تشکر از ارسال این ویدیو و دیگر ویدیوهایی که به آن پیوسته است، در صورت امکان آیا ما ایرانی ها میتوانیم قبل از پیوستن به این کنگره برنامه هایی را در مورد سیاست گذاری و نحوه عمل کرده کنگره برای همکاری و همگامی با دیگر گروه ها در اختیار داشته باشیم؟ نه آقا، آقای آریانپور، اینا نقل اساسنامه، نقل برنامه، نقل وسیله چی داریم؟ نه، فقط میان دو سه تا هدف که این هدف هم کلیشه‌ای تکراریه، یک قالبه، قالبیه. هی به اون یکی میگن، به اون یکی میگن، ازش بگو آقا وسیلت چیه، چند نفر سرباز داری میخوای بری این پادگان رو بگیری؟ میگه اون مخفیه، نمیتونم به شما بگم. هیچ کس ندارن، دروغ میگن. حالا اینم کنگره رهایی ایران، اصلا نمیدونم مالکیه. میگه میخونمشون. آها بله، یعنی مقالات آقای آریانپور رو میخونید. خیلی ممنون و متشکرم. ما این صفحه آقا رضا انصاری رو به شما نشون میدیم و ایشون لطف کرده نوشته همونجوری که سوربی میگی اینجوری، منم از ایشون ممنونم. پس باید کوچه دو طرفه باشه. بیچاره سوسن خوند، آخه عشق یه سره باعث درد سره. آقای انصاری خیلی ممنون، امروز صبح دیدم شما درخواست دوستی فرستادی، منم قبول کردم. متاسفانه دوستی حساب شخصی ما چون 5000 تا بالاست، باید وقتی یک کسی درخواست میکنه وایسیم، یا یک کسی بره بیرون یا یک کسی رو بندازیم بیرون. بعضی وقتا میام فکر میکنم اگه قرار باشه افرادی رو بندازم بیرون، خب مانی خورسندی رو که من نمیخوام بندازم بیرون، خوشنودی رو که نمیخوام بندازم بیرون، میرم اون دیوانه که اون روز آمده دانیال پرژن، اونو میندازم بیرون. براش نوشتم آقا شما تا زمانی که مینویسی عالی جناب ترامپ، به من و دیگران توهین میشه و ما بدون اینکه به شما توهین کنیم میگیم آقا اینجا نیا، برو به سلامت. خیلی خوبه این فیسبوک، اگر یک دونه گزینه خوب داشته باشه این فیسبوک، این بلاک، بلاک کن طرف، نه فوش بده نه فضیحت، بلاک. فکر کنید شما یک چیزی دستتون باشه، اینا چی میگن، این عصای جادویی، وان میگن، چی میگن، وان میگن چیزی دستت باشه، مثلا یه کسی تا یه چیز بدی گفت، اینجوری اینو بیاری نزدیکش، همچین که به سرش خورد، ضربه نزنی یا به سرش خورد، این دود بشه بره هوا. حالا چشتونو ببندی، بلاک همین کارو میکنه. این آقای دانیال نمیدونم فلان پرژن، ما اینو زدیم بهش، دود شد هوا رفت. بله میرن با اسمای دیگه دوباره میان، یا چند تا اسم دارن، ولی حسنش اینه اگه اون موقع جزو لیست 5000 نفری بوده، حداقل الان دیگه جزو لیست نیست. ما هم جوری برنامه رو گذاشتیم که اونایی که جزو لیست نیستن حق نظر دادن و اینا هم نداشته باشن. برای این دوستمون نوشتم، وقتی برگردیم به یه چیزی رو گفتم تموم نکردم، حالا طرف میگه آقا یه چیز 100 تا چی گفتی تموم نکرد. وقتی برای اون دوستمون نوشتم آقا من مایلم درباره این صحبت کنم، یه نفر برای من یه چیزی نوشت که آقا شماره تلفن من اینه، با من تماس بگی. من نوشتم آقا شما کی هستی، درباره چه موضوعی قراره با هم صحبت کنیم؟ بعد نوشته شما برای من دعوت نامه فرستادی. گفتم آقا من نزدیک به 20000 نفر
روی فیسبوک فکر میکنم دوست داشته باشم، خدا میدونه چند هزار نفر دشمن دارم. من روزانه برای 10 نفر مینویسم، اگه مایل بودید بیان. ولی اونی که میخواد جواب بده باید بنویسه سوربی من فلانی هستم حاضرم بیام، یا سوربی من فلانی هستم، معمولا میگن در سفرم نمیام. آقا من چه میدونم شما کی هستی؟ بعد برای من نوشته من فلانی هستم. گفتم خب حالا با هم تماس میگیریم، ولی من یادم نمیاد برای شما در چه موردی. بابا جون این موضوع سابجکت رو بنویسید. آقا میخوای درباره نخود صحبت کنی، درباره لوبیا؟ البته خیلی هستن میگن آقا مهم نیست تو در چه موردی میخوای صحبت کنی، ما میایم. هر موردی بگی، ز پشکل تا بمب اتم. یه شعر قشنگی به هادی پیشنهاد میکنم بنویسه، یا داداشش مانی هم شعر میگه بنویسی، از این از ز پشکل تا رسد بر بمب اتم، که ما هممون متخصص هستیم، بیشترمون متخصص هستیم، توهین نمیکنم به همه، و همه رو میشکافیم و باز میکنیم. گاهی وقتی هم زیادیاشو به جایی که بریزیم سطل آشغال، هم بمب اتم هم پشکل رو نوش جان میکنیم. دوستان عزیز، اگه از این برنامه ها خوشتون میاد حمایت کنید. اگه من برنامه بد اجرا میکنم، شما بیان برنامه بذارید، ولی اینجا وقتی میای مهمون مثل اون دوستمون نباشه که آقا من 50 سال حرف نازده دارم و میخوام بزنم. بهش گفتیم خیلی خوش آمدید، شما میتونی دفعه اول مهمون ما باشی، ولی برنامه ها اینجوری باید بیای خودت برنامه بدی. گفت آها من که نگفتم، من گفت براش نوشتش فرستادم، نوشتم آقا خودت اینجا گفتی. آقا گفت من که نمیخوام حرف بزنم. گفتم خودت نوشتی من میخوام حرف بزنم. تا میگیم پول، این حرف مفت، همه میخوان بزنن. ولی به یکی اگه گفتی اگه حرفت ارزش داره، اولین کسی که ارزش برای حرفش قائل میشه باید خودت باشی. باید مثل سوربی 2 بعد از ظهر اگه میتونی بری کار کنی کار نکنی، بیای اینجا بشینی، پول برق بدی، آب بدی، اینترنت بدی، ارزش قائل میشن برای همین مزخرفاتی که میگم. تا میگی ارزش قائل شو میرن. برید این که حرف مفت تمام شد رو بگید پیدایشش از کجا بوده، برای من بفرستید. ماجرای تلگراف و تلگراف خونه و ایرانیا و اجنه و اینهاست. دوستان عزیز، از این که با من بودید، با تلویزیون مردم بودید، از شما ممنون و متشکرم، و امیدوارم که روز چهارشنبه هم با شما باشیم. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.